کتاب ده، مقدمه مترجم. موضوع اصلی کتاب جمهوریت عدل است. ضمن گفتگوهای پیش سقراط ثابت کرد که فضیلت عدل فضیلتی ذاتی یعنی مربوط به اجر و پاداشی که عاید شخص عادل می شود نیست. حتی برای اثبات این مطلب اینطور فرض کرد که عمل به عدل اجر و مزدی برای انسان نمی آورد و موجب نیکنامی نمی شود، بلکه به منافع مادی و اجتماعی انسان زیان می رساند. ولی با این حال انسان شریف باید همواره عدل را پیشه خود سازد. اکنون که فضیلت عدل مجرد به ثبوت رسیده، سقراط در صدد اثبات این نکته برمی آید که برخلاف فرضیه مزبور، عمل به عدل زیانی هم در بر ندارد، بلکه اجر آن در این عالم و ثواب آن در عالم بعد عظیم است. اما سقراط قبل از ورود در این مطلب به بحث مهم دیگری می پردازد که ارتباط آن با موضوع کتاب‌های نهم و دهم چندان روشن نیست. موضوع این بحث ماهیت هنرهای زیبا، مخصوصاً شعر و نقاشی است. البته خوانندگان به یاد دارند که ضمن بحث کتاب سوم، سقراط اشعار را مخصوصاً با ذکر آثار هومر مورد انتقاد قرار داد و از نظر تربیت جوانان ناپسند و مردود دانست. در ابتدای این کتاب باز همین موضوع را طرح می‌کند و برای اثبات انتقاد قبلی خود و تأثیر بد شعر در اخلاق جوانان دلیل فلسفی می آورد. این استدلال که در فلسفه هنرهای زیبا بسیار معروف است و کراراً مورد بحث و انتقاد شدید قرار گرفته، از این قرار است که شعر و نقاشی فاقد ارزش است، زیرا چیزی به انسان نمی آموزد و علت آن هم این است که این هنرها فقط عبارت از تقلید اشکال طبیعی و مصنوعات و حالات نفس انسانی است که خود آنها اصل نیستند، بلکه سایه متغیر و گذرانی از اعیان ثابتند. تنها این اعیان ثابته که از کون و فساد مبرا و جای آنها در عالم معقولات و مجردات است حقیقت دارند و احاطه بر این حقایق کار شاعر و نقاش نیست، بلکه مخصوص فلاسفه است. از آن جایی که مشهودات و محسوسات انسان خود یک درجه از حقیقت دور است، پس آثار هنری که چیزی جز تقلید آن مشهودات نیست دو درجه از حقیقت دور است و البته از چیزی که تقلید مرکب باشد انتظار هیچ گونه فایده نمیتوان داشت. به علاوه از نظر مجسم نمودن حالات روحی هم این هنرها حسنی ندارند، زیرا کارشان تعریف و تشویق حالاتی است که مربوط به قوه عاقله نفس نیست، بلکه ناشی از اجزای پست نفس یعنی شهوت و غضب است. بنابراین در مدینه فاضله جایی برای شاعر و نقاش نیست. پس از فراغت از این بحث، سقراط به بیان اجر و پاداش مردم عادل چه در این دنیا چه در عالم بعد می پردازد. وصف پاداش های آخرت البته دامنه بحث را به موضوع بقای روح و چگونگی زندگی بعد از مرگ می کشاند. ضمن این گفتگو به چند موضوع بر می خوریم که از مضامین مهم کتاب جمهوریت است، یعنی اقامه دلیل بر جاودانی روح و بیان عقیده تناسخ و شرح مکافات و مجازات در عالم بعد و تعریف شکل کرات و وصف خدایانی که سرنوشت انسان را در دست دارند و مباحثه در باب جبر و تفویض. خوانندگان ملاحظه خواهند نمود که افلاطون تا آنجا که در مقام اثبات بقای روح است به زبان استدلال سخن میگوید، ولی وقتی در صدد توصیف عالم بعد برمی آید روش استدلال را کنار گذاشته و به مجاز و تخیل متوسل می گردد، به طوری که در صفحات آخر این کتاب افلاطون بلافاصله پس از طرد شعرا از مدینه فاضله در واقع خود سبک شاعرانه را به کار می برد. باری همه این استدلالات و مباحثات برای اثبات مضمون آخرین جمله کتاب جمهوریت است، به این معنی که نیل به سعادت حقیقی برای انسان میسر نخواهد بود مگر در صورتی که با اعتقاد به بقای روح در رفتار خود عدل و حکمت را نسب العین قرار دهد و از این راه اجر و پاداش دنیوی برای خود تأمین کند و روح خود را برای طی مراحل ترقی و تعالی در عوالم بعد و دوره‌های تجدید زندگی آماده و مهیا سازد. گفتم از لحاظ بسیاری چیزها که در شهر خود مقرر نمودیم، گمان می کنم که شهرمان را بر روی پایه‌ای بسیار استوار تأسیس کرده باشیم، مخصوصا از حیث قواعدی که درباره شعر وضع کردیم. گفت چطور؟ گفتم منظورم ممنوع نمودن اشعار تقلیدی است. اکنون که ما قوای مختلف نفس انسانی را تمیز دادیم،
گمان می کنم بیش از پیش معلوم کرده باشیم که این گونه اشعار را باید مطلقاً مردود دانست. گفت مقصود چیست؟ گفتم بین خودمان بماند و مرا نزد مؤلفین تراژدی و مقلدهای دیگر رسوا نکن، ولی به نظر من این گونه آثار فکر شنونده را فاسد می کند، مگر آنکه شنونده از ماهیت حقیقی آنها آگاه باشد که در این صورت از آن فساد مسئول خواهد بود. گفت علت این اظهار تو چیست؟ گفتم هرچند آن محبت و احترامی که از کودکی نسبت به هومر داشتم مرا وادار به خاموشی می کند، مزالک از اظهار عقیده خود ناگزیرم. شکی نیست که سرآمد و پیشوای همه شعرهای نامی که تراژدی ها را تألیف نموده اند او است، ولی با این حال سزاوار نیست که من احترام یک فرد را بر احترام حقیقت مقدم شمارم، بلکه لازم است عقیده خود را بیان کنم. گفت بدیهی است. گفتم پس گوش کن، یا بهتر بگویم جواب مرا بده. گفت سوالت چیست؟ گفتم آیا می توانی ماهیت اصلی تقلید را برای من تعریف کنی؟ چون من خود درست نفهمیدم که هدف تقلید چیست. گفت پس عجب انتظاری داری که من مطلب را درک کرده باشم. گفتم هیچ عجب نیست که تو به این مسئله پی برده باشی، چه بسا چشم ضعیف که دیده تیزبین را شکست می دهد. گفت راست است، اما اگر من نظری هم داشتم جرأت نمی کردم که آن را پیش تو بگویم، پس بهتر است که تو خود به حق تحقیق مطلب بپردازی. گفتم چطور است که ما تحقیق موضوع را بر طبق روش معمول خود شروع کنیم؟ اگر فراموش نکرده باشی رسم ما این بود که در مواردی که نام واحد بر اشیاء متعدد اطلاق می شود یک صورت کلی قائل شویم، یعنی برای هر کسرتی یک صورت واحد تصور کنیم. آیا فهمیدی؟ گفت آری. گفتم هر نوع کسرتی که مایل باشی می توانیم مثال بیاوریم. مثلا اگر این را کافی بدانی می توانیم کسرت تخت و میز را در نظر بگیریم. گفت حرفی ندارم. گفتم برای این اشیاء دو صورت وجود دارد، صورت تخت و صورت میز. گفت آری. گفتم این را هم قبول کردیم که سازنده شیء، مثلا آن کسی که تختها و رومیزی های مورد استعمال ما را می سازد یا چیزهای دیگری می سازد درست می کند، به وسیله توجه به صور شیء که آن را می سازد، زیرا نمی توان گفت که سازنده یک چیز سازنده صورت آن نیز هست. گفت بدیهی است. گفتم درباره این صنعتگر چه میگویی؟ گفت کدام صنعتگر؟ گفتم آن کسی که خود به تنهایی میتواند همه چیزهایی را که ساختن آن کار صنعتگران مختلف است درست کند. گفت میگوییم عجب شخص قابلی است. گفتم اگر قدری تأمل کنی بیشتر قابلیت او را تصدیق خواهی کرد، زیرا این صنعتگر نه فقط قادر به ساختن مصنوعات میباشد، بلکه تمام چیزهایی را هم که از زمین میروید میتواند بسازد و همه موجودات زنده را اهم از خود و دیگران مجسم مینماید، بلکه به این هم اکتفا نکرده زمین و آسمان و خداها و آنچه را هم که در آسمان یا زیر زمین یعنی در عالم مردگان یافت میشود درست میکند. گفت حقیقتا این شخص چه عجوبه است. گفتم شاید حرف مرا باور نمی کنی. بگو ببینم آیا به عقیده تو اصولا یک چنین صنعتگری وجود ندارد، یا می خواهی بگویی که به یک معنی شخص واحد قادر به ساختن همه این چیزها هست و به یک معنی دیگر قادر به این کار نیست؟ مگر نمی دانی که تو خود به یک طریق قادر به ساختن همه این چیزها هستی؟ گفت آن طریق کدام است؟ گفتم منظورم یک طرز صناعت است که مشکل هم نیست، بلکه متداول و آسان است. ساده‌ترین نمونه آن این است که آینه ای را برداری و آن را به هر سو بگردانی، به این طریق خورشید و ستاره ها و زمین و شکل خود و سایر موجودات زنده و مصنوعات و گیاه ها و خلاصه آنچرا که توصیف نمودیم خواهی ساخت. گفت آری، فقط عکس ظاهر آنها را، نه آنچه حقیقت آنهاست. گفتم چه خوب گفتی، زیرا در این بحث مطلب درست همینجا است. آیا نمیتوان گفت که نقاش هم یکی از این صنعتگران است؟ گفت البته هست. گفتم ولی لابد خواهی گفت که آنچه او میسازد حقیقت شیء نیست، هرچند به یک معنی میتوان گفت که نقاش هم تخت میسازد. گفت آری، اما او هم مثل آن مورد دیگر شباهت ظاهری تخت را میسازد. گفتم نجار چطور؟ آیا نگفتی که صورت کلی تخت را که حقیقت تخت همان است نجار نمی سازد، بلکه نجار فقط این تخت و آن تخت معین را درست می کند؟ گفت صحیح است. گفتم پس چون ساخته او
وجود حقیقی ندارد، او را نمیتوان سازنده حقیقت شی دانست، بلکه او چیزی میسازد که هم نوع حقیقت است بدون اینکه عین آن باشد. بنابراین اگر کسی بگوید که کار یک نجار با یا هر صنعت دیگر ساختن چیزی است که عین حقیقت است، قول او را نمیتوان صحیح دانست. گفت نه، یا لااقل قول او در نظر اشخاصی که با این نوع استدلال آشنا هستند صحیح نیست. گفتم پس اگر در اشیاء ساخته شده نور حقیقت مشاهده نشود تعجب ندارد. گفت نه. گفتم پس چطور است که ما برای پی بردن به ماهیت تقلید از این مثال ها استفاده کنیم؟ گفت عیبی ندارد. گفتم معلوم شد که سه نوع تخت داریم، یکی تختی که در طبیعت وجود دارد و گمان می کنم باید گفت که صانع آن خداست. چه میگویی؟ گفت آری، صانع آن خداست. گفتم دیگر تختی که نجار میسازد؟ گفت آری. گفتم تخت دیگری هم هست که آن را نقاش میسازد؟ گفت آری. این طور فرض کنیم. گفتم پس نقاش و نجار و خدا هر کدام خالق یکی از این سه نوع تخت می باشند. گفت درست است، سه صانع داریم. گفتم خدا فقط یک تخت ساخته است، یعنی آن که حقیقت تخت است و جز آن نساخته، خواه به این علت که چنین اراده کرده، خواه از این جهت که اجباری در کار بوده که از ساختن بیش از یک تخت در طبیعت خودداری کند. پس خدا از این نوع تخت دوتا یا بیشتر نیافریده و هرگز هم نخواهد آفرید. گفت چرا؟ گفتم زیرا اگر خدا دو تخت می ساخت، تخت ثالثی پدید می آمد که صورت کلی آن دو تخت باشد و حقیقت تخت همین تخت سوم می بود، نه آن دو تخت. گفت راست است. گفتم به گمان من خدا این را می دانست و می خواست در واقع خالق حقیقت تخت باشد، نه صانع یک تخت معین، و از این رو تنها آن یک تخت اصلی را آفرید. گفت شاید. گفتم پس آیا می توانیم او را خالق اصل بخوانیم یا نام دیگری از این قبیل برای او قائل شویم؟ گفت آری، حق همین است، زیرا خلق این چیز و چیزهای دیگر به دست خدا همان خلقت اصلی آنها است. گفتم درباره نجار چه می گویی؟ آیا او را سازنده تخت می دانی؟ گفت آری. گفتم آیا نقاش را هم سازنده و خالق همان نوع چیزها می خوانی؟ گفت ابدا. گفتم پس نسبت او با تخت چیست؟ گفت به نظر من مناسب است او را مقلد تخت بخوانیم، زیرا چیزی که آن دو صانع به وجود می آورند به شبیه آن را می سازد. گفتم بسیار خوب، پس آن کسی که چیزی را که سه مرحله از طبیعت دور است درست می کند، تو او را مقلد می خوانی. در اینجا زیر نویس داریم. میان مفسرین اختلاف نظر هست در اینکه آیا افلاطون برای هر یک از اشیاء محسوس صورت مجردی پرانتز باز مثل افلاطونی پرانتز بسته در عالم بالا قائل بوده، یعنی مثلا در این مورد عقیده به وجود فرد اکمل تخت در عالم مجردات داشته، و یا منظورش از حقیقت تخت تصور مفهوم تخت است که خداوند آن را در ذهن انسان جای داده تا سازنده تخت محسوس از آن الهام گیرد. در این عبارت چون افلاطون نقاش تخت را سه مرحله از حقیقت تخت دور می داند، دسته ای از مفسرین این را دلیل بر صحت نظر خود تلقی نمودند که افلاطون معتقد به وجود فرد اکمل محسوسات در عالم مجردات نیست. زیرا مثلا در این مورد اگر نمونه کامل و مجردی برای تخت در عالم بالا قائل بود، نقاشی تخت در مرحله چهارم قرار می گرفت، نه سوم. پرانتز باز فرد اکمل خط تیره تصور ذهنی سازنده از آن، خط تیره تخت مصنوع، خط تیره تصویر پرانتز بسته. پس چون سه مرحله قائل گردیده، مرحله اول همانا تصور ذهنی سازنده است و نمونه کامل تخت در عالم بالا مصداق پیدا نمی کند. ادامه مطلب. گفت آری. گفتم پس مصنف تراژدی هم همین حکم را دارد، زیرا او هم مقلد بوده و آنگاه که به وصف حال یک پادشاه یا بیان حقیقتی بپردازد سه مرحله از اصل دور است. سایر مقلدین هم از همین قرار. گفت ظاهراً اینطور است. گفتم پس درباره مقلد هم عقیده شدیم. حال بگو ببینم آیا هدف نقاش تقلید آن حقیقت‌های طبیعی است یا تقلید اشیایی که صنعتگران می‌سازند؟ گفت تقلید اشیایی که به دست صنعتگران ساخته می‌شود. گفتم این را هم تصریح کن که آیا نقاش چیزها را آنطور که هستند تقلید می‌کند یا آنطور که به نظر می‌آیند؟ گفت منظورت چیست؟ گفتم منظورم این است وقتی به یک تخت از گوشه یا از مقابل یا از سمت دیگر نگاه می‌کنی،
آیا آن تخت حقیقتاً تغییر ماهیت می‌دهد یا همانی که بود باقی مانده منتها به نظر متفاوت می‌آید؟ همچنین درباره چیزهای دیگر گفت: شق دوم درست است، یعنی فقط به ظاهر فرق می‌کند نه در واقع. گفتم: حالا به این نکته توجه کن، ساختن تصاویر تابع یکی از این دو اصل است. آیا شبیه سازی ناظر به ماهیت حقیقی چیزها یا صورت ظاهر آنهاست؟ آیا تقلید ظاهر است یا تقلید حقیقت؟ گفت: تقلید ظاهر است. گفتم: پس هنر تقلید دور از حقیقت است و اگر به واسطه آن همه چیزها ساخته می شود، ظاهراً از این جهت است که تقلید فقط با جزء کوچکی از هر چیز، یعنی فقط با شبه آن سر و کار دارد. مثلا یک نقاش می تواند تصویر کفش دوز و نجار و همه کارگران دیگر را بسازد بیان که کوچکترین آشنایی به حرفه آنها داشته باشد، ولی با این حال اگر نقاش خوبی باشد می تواند تصویر یک نجار را کشیده و آن را از دور نمایش دهد و به این وسیله کودکان و مردم نادان را فریب دهد تا خیال کنند که یک نجار واقعی می بینند. گفت: درست است. گفتم: پس ای رفیق، گمان می کنم که در باب همه این مسائل به این نتیجه می رسیم: اگر کسی به ما بگوید شخصی را دیدم که در همه هنرها استاد است و درباره کلیه فنون مردم مختلف معلوماتی دارد که از معلومات هر یک از آنها دقیق تر است، ما باید در جواب بگوییم: تو مرد ساده لوحی هستی و ظاهرا جادوگر و مقلدی را دیده ای که تو را فریب داده و باعث شده که او را جامع کلیه حکمت ها بدانی و این همه از آن است که تو میان دانش و نادانی و تقلید فرق نمی گذاری. گفت: بسیار درست گفتی. گفتم: بعد از آن باید در باب تراژدی و بزرگترین مصنف آن، یعنی هومر، بحث کنیم، زیرا معظم مردم میگویند که نویسندگان تراژدی در همه فنون استادند و بر کلیه امور بشری که مربوط به سبب و خطاست و همچنین بر کلیه امور الهی واقف. استدلال آنها هم این است که اگر یک شاعر خوب بخواهد درباره موضوعی شعر بسازد، باید با علم به آن موضوع به این کار بپردازد، وگرنه از انجام آن به کلی عاجز خواهد ماند. پس از آن باید در این باب تحقیق کنیم، زیرا شاید این اشخاص مقلدهایی را دیده و گول آنها را خورده باشند و هنگام مشاهده آثار آنان متوجه نشده باشند که آن آثار سه مرحله از حقیقت دور است و ساختن آنها بی علم به حقیقت کار آسانی است، زیرا آنچه آنها می سازند شبه است نه حقیقت. یا شاید در نتیجه تحقیق ما معلوم شود که این اشخاص بی حق هم نیستند و شعرهای خوب درباره چیزهایی که توصیف می کنند و توصیف آنها مورد قبول عامه هم هست حقیقتا صاحب علم هستند. گفت: آری، حتما باید در این باب تحقیق کنیم. گفتم: حال به موضوع تقلید توجه کنیم. آیا به نظر تو اگر کسی بتواند هم عین چیزی را بسازد هم شبیه آن را، آیا به خود زحمت خواهد داد که شبیه سازی را پیش قرار دهد؟ آیا این هنر تقلید را بهترین سرمایه زندگانی و مایه افتخار خود خواهد دانست؟ گفت: نه. گفتم: به گمان من اگر این شخص درباره آنچه از آن تقلید می کند علم حقیقی داشته باشد، به عوض تقلید جدیت بسیار بیشتری به خرج خواهد داد که خود منشأ اثری گردد و سعی خواهد نمود که بسی کارهای نیک از خود به یادگار گذارد، یعنی در عوض اینکه شاعری را پیشه خود سازد و به مدح اعمال دیگران بپردازد، ترجیح خواهد داد که دیگران او را به قهرمانی یاد کنند و کارهای او را بستایند. گفت: همینطور است که میگویی، زیرا افتخار و نفع این کار بسیار بیشتر است. گفتم: درباره هزاران موضوعات دیگر میتوانیم از استیضاح هومر یا شعرهای دیگر صرف نظر کنیم، یعنی مثلا از آنها نپرسیم که آیا شما معلومات طبی دارید یا فقط زبان پزشکان را تقلید میکنید، یا در این باب که میگویند شعرهای قدیم و جدید کسانی را شفا دادند، همچنان که آسکلپیوس شفا میداد، نپرسیم که شفا یافتگان کدامند. نیز از آنها نپرسیم که شما چه شاگردانی در علم طب تربیت کرده و باقی گذاشته اید که با شاگردان آسکلپیوس برابری توانند کرد.
همچنین در مورد سایر هنرها هم می توانیم از این گونه پرسش ها چشم بپوشیم و کاری با آن نداشته باشیم. اما آنجا که هومر در باب مهمترین کارها مانند جنگ و لشکرکشی و کشورداری و تربیت نفوس سخن می گوید، آنجا دیگر باید او را مخاطب قرار داده و بگوییم ای هومر عزیز، اگر قول تو را قبول کنیم که تو آنگاه که از فضایل سخن میگویی سه مرحله از حقیقت دور نیستی و کاری که میکنی شبیه سازی یعنی عمل به تقلید نیست، یعنی اگر تو واقعا فقط دو مرحله از حقیقت دور هستی و میدانی که چه رسومی مایه بهبود و چه رسومی مایه تباهی مردم خواه در امور انفرادی خواه در امور اجتماعی میگردد، پس آیا میتوانی شهری را نام ببری که باعث اصلاح حکومت آن شده باشی؟ همچنان که لیکورگوس شهر لاستمون را اصلاح کرد و بسیاری اشخاص دیگر شهرهای متعدد دیگری را اهم از بزرگ و کوچک اصلاح نمودند، آیا شهری وجود دارد که تو را یک مقنن خوب و خدمتگزار خود بداند؟ ایتالیا و سیسیل مرهون خدمات کارونداس می باشد. ما هم مدیون سولون، ولی کیست که تو را مایه افتخار خود بداند؟ آیا هومر خواهد توانست یک مورد هم ذکر کند؟ گفت گمان نمی کنم، زیرا حتی فدائیان هومر هم چنین ادعایی ندارند. گفت آیا هیچ روایتی داریم راجع به اینکه جنگی در زمان هومر به دستور و ثواب دید او به خوبی انجام شده باشد؟ گفت نه. گفتم آیا ذکری هست از اینکه هومر منشأ اختراعات و تدابیر زیادی برای استفاده صنعتگران یا هر نوع کار دیگری بوده باشد تا بتوانیم او را مرد عملی و کاردانی بدانیم مانند تالس یا آنا کارسیس اهل سیتی؟ گفت نه، هیچ چنین چیزی نیست. گفتم اگر اثری از خدمتهای عمومی نیست، آیا شنیده می شود که هومر در دوره زندگانی خود راهنما و مربی افرادی بوده باشد که از همنشینی او مستفیض گشته و بدین جهت او را دوست می داشته و یک نوع سرمشق زندگانی هومری را برای اعقاب خود باقی گذاشته باشند؟ پیتاگور منشأ یک چنین اثری بوده، زیرا او به همین دلیل استاد محبوبی بوده و جانشین‌های او حتی تا همین امروز هم اقتدا به سرمشق زندگانی پیتاگوری می‌کنند و به کلی از سایر مردم هم ممتاز هستند. در اینجا زیر نویس داره. معروف است که پیتاگور پرانتز باز فیثاغورس پرانتز بسته مریدان و پیروان زیادی داشت و علاقه اینان به وی نه به خاطر درس فلسفه بلکه به مناسبت مقام اخلاقی بود که بهترین طرز شاگردان خود را در راه حسن سلوک و مواجهه با مشکلات زندگی ارشاد می نمود. در واقع پیروان پیتاگور او را دارای مقامی فوق بشر می دانستند و حتی معجزاتی به او نسبت می دادند. گفت نه، هیچ چنین چیزهایی از او نقل نمی کنند، بلکه ای سقراط، اگر حکایتی که درباره هومر می گویند درست باشد، همنشین او کری او فیلوس با آن نام خنده آورش آدابی حتی مضحک‌تر هم داشت و معروف است که در زمان حیات هومر به کلی او را ترک کرده است. در اینجا زیر نویسته کرو اوفیل از دو کلمه یونانی ترکیب یافته که معنی یکی گوشت و معنی دیگر نسل است. بنابراین میتوان این نام را به کلمه گوشتزاده یا شکمپرست ترجمه کرد. این شخص داماد هومر و ظاهراً خود نیز شاعر بوده است. میگویند پدر زن خود را ترک کرد و پس از مرگ وی نیز یکی از اشعار او را به نام خود منتشر نمود. گفتم آری، این مطالب را میگویند. حالا ای گلاکون، ملاحظه کن، اگر هومر حقیقتاً قادر به اصلاح و تهذیب نفس بود و اگر در این موضوعات علم حقیقی داشت و فقط مقلد نبود، آیا مریدهای زیادی تربیت نمی کرد و مورد تکریم و محبت آنها قرار نمی گرفت؟ البته می دانی که پروتاگوراس اهل آبدرا و پرودیکوس اهل سئوس و بسیاری دیگران ضمن گفتگوهای خصوصی می توانند به پیروان خود ثابت کنند که خانه‌داری و کشورداری از عهده اینان خارج است، مگر آنکه زیر نظر استادانه آنها تربیت شوند و به علت همین دانایی استادان است که شاگردان نسبت به آنها
یک چنین محبت خالصانه ای دارند و حاضرند که آنها را روی شانه های خود حمل کنند. حال اگر هومر می توانست کمکی در راه اصلاح نفوس به نمایت، آیا مردم زمان او می گذاشتند که او و هزیود از این شهر به آن شهر روان شده و اشعار خود را مانند دورگردها بخوانند؟ آیا دست در دامن آنها نمی آویختند و نمی گفتند که ما ثروت خود را فدای شما می کنیم که شما نزد ما بمانید؟ و اگر نمی توانستند آنها را نگه دارند، آیا در پی آنها به هر سو روان نمی شدند تا از وجود آنها استفاضه کامل بنمایند؟ گفت ای سقراط، به نظر من آنچه تو میگویی عین حقیقت است. گفتم پس ما میتوانیم از هومر شروع کرده و بگوییم که همه شعرا خواه از نیکوکاری خواه از سایر موضوعات سخن گویند، کاری جز تقلید اشباه انجام نمیدهند و به حقیقت نمیرسند، بلکه همانطور که لحظه پیش گفتم نقاش شبح کفشدوز را بیسازد بی آنکه از کار کفشدوز هیچ اطلاعی داشته باشد و کسانی که نقش او را تماشا میکنند آنها هم همچنین اطلاعی نداشته بلکه فقط از روی رنگ و شکل قضاوت میکنند. گفت راست است. گفتم پس به گمان من میتوانیم این را هم بگوییم که شاعر نیز به وسیله کلمات و جمله ها به هر یک از صنایع مختلف رنگ مناسبی میدهد بدون اینکه کاری جز تقلید انجام دهد و کسانی هم که آثار او را ملاحظه میکنند فقط روی کلمات قضاوت مینمایند و چون شاعر به کمک سجع و وزن شعر و آهنگ سخن میگوید، خواه هنر کفاش خواه لشکرکشی خواه هر کار دیگری را موضوع خود قرار دهد، خیال می کند که آنچه گفته نیکو و بجاست. علت هم این است که این گونه زینت ها اثر سحرآمیزی دارد، زیرا اگر آثار شعرا را بگیریم و رنگ شعر را از آنها بزداییم به طوری که کلمات آن به سادگی و به تنهایی ادا شود، گمان می کنم می دانی که نتیجه آن چه خواهد شد و باید به این مطلب پی برده باشی. گفت آری متوجه شدم. گفتم می توانیم آنها را تشبیه کنیم به صورتی که زیبا نبوده ولی یک وقت تازگی جوانی در آن دیده می شده و بعدها آن شادابی روزهای جوانی را هم از دست داده باشد. گفت تشبیه درستی بود. گفتم پس به این نکته توجه کن، ما میگوییم که شبیه ساز یعنی مقلد حقیقت را درک نمی کند بلکه فقط به ظاهر پی می برد. گفت آری. گفتم بیا مطلب را ناتمام نگذاریم بلکه حق آن را ادا کنیم. گفت بحث خود را دنبال کن. گفتم میگوییم که نقاش مثلا تصویر افسار و دهنه می سازد. گفت آری. گفتم اما سازنده این چیزها سراج و آهنگر است. گفت البته. گفتم آیا نقاش می داند که افسار و دهنه را چگونه باید ساخت؟ آیا حتی آهنگر و سراج هم که سازنده این چیزها هستند این علم را دارند، یا باید تصدیق کرد که تنها کسی که عالم به موضوع است همانا سوارکار است، یعنی آن کسی که میتواند این اشیا را به کار برد؟ گفت بسیار درست گفتی. گفتم آیا درباره همه چیز همین را نمیتوانیم بگوییم؟ گفت چطور؟ گفتم منظورم این است که هر چیزی را که در نظر بگیریم سه هنر به آن بستگی دارد، یکی به کار بردن آن چیز، یکی ساختن و دیگری تقلید آن. گفت آری. گفتم پس وقتی که خصایص یا زیبایی یا کمال مصنوعات و موجودات زنده و رفتار انسان را میسنجیم، آیا ملاکی در دست داریم جز آن که ببینیم که صانع یا طبیعت چه استفاده از آن منظور داشته است؟ گفت نه. گفتم پس ناچار به این نتیجه می رسیم که کسی که چیزی را به کار می برد کاملترین تجربه را درباره آن چیز دارد و او است که باید از خوبی یا بدی افزاری که به کار می برد سازنده را آگاه کند. مثلا نیزن درباره نیهایی که به کار می برد نیساز را مطلع می کند و به او می گوید که نی را چگونه باید ساخت و به این ترتیب سازنده به دستور او عمل می نماید. گفت البته. گفتم پس آن کسی که علم به این موضوع دارد در باب خوبی و بدی نیها اظهار اطلاع می کند و آن دیگری به اتکای اظهارات او نی می سازد؟ گفت آری. گفتم پس سازنده هر چیزی درباره خوبی یا بدی آن چیز نظر درستی دارد که آن نظر را در نتیجه همنشینی با شخص صاحب علم و پیروی اجباری از راهنمایی‌های او کسب کرده است، ولیکن صاحب علم کسی است که آن چیز را به کار می‌برد. گفت البته. گفتم آیا میتوان گفت که شبیه ساز درباره زیبایی و خوبی موضوعاتی که برای تصاویر خود انتخاب می‌کند صاحب علم است؟ یعنی آیا تجربه علمی در آن باب داشته که علم به موضوع پیدا کرده باشد؟
یا آیا می توان گفت که بر اثر همنشینی اجباری با شخص عالم و گوش دادن به دستور او درباره طرز نقاشی آن موضوعات صاحب نظر درستی گردیده است؟ گفت هیچ کدام از این شقوق درست نیست. گفتم پس مقلد درباره زیبایی یا معایب موضوعات تقلید خود نه صاحب علم است نه صاحب نظر. گفت ظاهرا نه. گفتم پس مرحبا به آن هنرمند مقلدی که اطلاعاتش درباره موضوعات هنر خود این باشد. گفت جای مرحبا گفتن نبود. گفتم به هر حال او کار تقلیدی خود را انجام می‌دهد، بیان که از بدی یا خوبی چیزها آگاه باشد و ظاهرا درسته آن چیزی را تقلید می کند که در نظر مردم عادی و نادان خوب جلوه کند. گفت آری، جز این چاره ای ندارد. گفتم پس ظاهرا ما در دو نکته کاملا هم عقیده شده ایم. یکی اینکه شخص مقلد اطلاع قابل ملاحظه‌ای درباره موضوع تقلید خود ندارد و تقلید کار سبکی است که هیچ شایسته مردم جدی نیست. دوم اینکه سازندگان تراژدی‌ها خواه وزن غزل و قصیده را به کار برند، خواه به وزن حماسی شعر گویند، همه به تمام معنی مقلد هستند. گفت البته. گفتم قسم به زئوس که این تقلید سه مرحله از حقیقت دور است. آیا همین طور است یا نه؟ گفت همین طور است. گفتم اثری که تقلید در انسان ایجاد می کند در چه قسمت از نفس است؟ گفت منظورت چیست؟ گفتم این را می خواهم بگویم. البته می دانی که شیء واحد اگر از دور دیده شود و یا از نزدیک اندازه آن در نظر ما یکسان نیست. گفت نه. گفتم همچنین شیء واحد اگر در آب فرو رفته باشد در نظر ما کج و هنگامی که از آب خارج شود راست جلوه می کند. و یا بر اثر خطای باصره که از رنگ ها ناشی می شود یک چیز در آن واحد هم محدب هم مقعر به نظر می رسد و واضح است که از اینجا یک نوع اختلال در نفس انسان پیدا می شود و این همان نوع ضعفی است که نقاش از آن استفاده می کند، یعنی توهماتی که هنر نقاش و تردستی های شعبده بازان و نظایر آن در انسان ایجاد می کنند. اثر سحرآسایش از همینجا است. گفت راست است. گفتم بهترین چاره‌ای که برای دفع این خطا پیدا شده همانا اندازه‌گیری و شمارش و سنجش است، زیرا به کمک این وسایل انسان دیگر محکوم ظاهر اشیاء نیست که از حیث بزرگی یا کوچکی یا مقدار یا وزن تغییرپذیر می باشد، بلکه اتکاش به قوه مدرکه است که شماره و اندازه و وزن را تشخیص می دهد. گفت البته. گفتم این تشخیص کار قوه عاقله روح ما است. گفت درست است. گفتم ولی وقتی که این قوه پس از چند بار اندازه‌گیری دریافت که فلان چیز از چیز دیگر بزرگتر یا کوچکتر است یا هم اندازه آن است، باز هم ممکن است که ظاهر همان چیزها در آن واحد حکم به خلاف آن بنماید. گفت آری. گفتم اما مگر ما نگفتیم که محال از قوه واحد در آن واحد دو حکم متضاد درباره شیء واحد بنمایند؟ گفت اینطور گفتیم و درست هم بود. گفتم پس در ما قوه‌ای هست که قضاوت آن با نتیجه‌ای که از اندازه‌گیری به دست می‌آید مخالف است و قوه دیگری هم هست که قضاوت آن با نتیجه اندازه‌گیری موافق است و این دو قوه یکی نیستند. گفت درست است. گفتم آن قوه‌ای که با حساب و اندازه‌گیری سازگار است بهترین قوه نفس انسانی است. گفت البته. گفتم پس قوه مخالف آن یکی از عناصر پست وجود ما است. گفت همین است. گفتم من می‌خواستم همین نتیجه را بگیرم و برای همین بود که گفتم نقاشی و در واقع همه هنرهای تقلیدی آثاری به وجود می آورند که به کلی از حقیقت دور است و رابطه و الفت آن با قوه ای از نفس انسانی است که از حکمت دور است و سر و کاری با قضاوت صحیح و متین ندارد. گفت البته. گفتم پس تقلید مانند وسطت مردی فرومایه با زنی فرومایه است که از آنان جز طفل فرومایه به وجود نخواهد آمد. گفت ظاهرا اینطور است. گفتم آیا این معنی فقط درباره تقلید دیدنی ها صدق می کند و یا به تقلید شنیدنی ها هم که آن را شعر می نماییم قابل اطلاق است؟ گفت البته به آن هم اطلاق می شود. گفتم بیا از موضوع شباهت طبیعی که در مورد نقاشی مستاق دارد بگذاریم و به آن جزء نفس انسانی که سر و کار تقلید شاعرانه با آن است بپردازیم و ببینیم که آیا آن جزء نفس پست است یا شریف. گفت آری، باید همین کار را بکنیم. گفتم چطور است مطلب را به این نحو بیان کنیم؟ ما میگوییم که کار تقلید شاعرانه مجسم نمودن اعمالی است که از اشخاص یا به اجبار یا به اختیار سر میزند و اشخاص آن اعمال را مایه نیکبختی یا بدبختی خود دانسته از آن بابت متعلم یا خوشحال میشوند.
شود. آیا از این گذشته کار دیگری هم انجام می دهد؟ گفت نه. گفتم آیا در خلال این تحولات حالت روحی انسان هموار می ماند یا همانطور که شخص در مورد دیدنی ها دچار تضاد گردیده و در آن واحد قضاوت های مخالفی درباره شیء واحد می نماید، همانطور در مورد رفتار خود هم دچار تضاد و مجبور به کشمکش با نفس خیش می گردد؟ خوشبختانه لااقل در این یک موضوع ما محتاج به توافق نیستیم، زیرا ضمن مباحثه‌ای که قبلا در این مسائل کردیم متفقا به این نتیجه رسیدیم که نفس انسان در آن واحد دچار تناقض‌های فراوانی از این قبیل می باشد. گفت نتیجه درستی گرفتیم. گفتم آری، اما گمان می کنم حالا باید نکته ای را در نظر گیریم که در آن وقت به آن توجه نکردیم. گفت آن کدام است؟ گفتم اگر به خاطر داشته باشی در آن موقع گفتیم که مرد خردمند اگر مصیبتی برای او رخ دهد، مانند اینکه فرزندی را از دست بدهد یا چیز دیگری که بسیار نزد او عزیز بوده از کف وی برود، این ضایعه را آسان‌تر از مردم دیگر تحمل خواهد کرد. گفت البته. گفتم حال ملاحظه کن که آیا آن شخص هیچ احساس اندوه نمی کند، یا اگر چنین چیزی محال باشد آیا باید گفت که او در تعلم خود یک نوع اعتدال به کار خواهد برد؟ گفت شق دوم به حقیقت نزدیکتر است. گفتم حالا بگو ببینم آیا به گمان تو این شخص هنگامی که سایرین متوجه او هستند بهتر با اندوه خود مبارزه و کشمکش می کند یا موقعی که در خلوت نشسته و تنها است؟ گفت البته موقعی که دیگران متوجه او باشند. گفتم آری، و به گمان من آنگاه که تنها باشد فریادهایی برمی آورد که اگر کسی حاضر باشد و آن را بشنود موجب شرمندگی او خواهد شد و بسی کارها می کند که مایل نیست دیگران آن را ببینند. گفت همینطور است. گفتم آیا نه این است که آنچه او را وادار به بردباری می کند عقل و قانون است و آنچه موجب رنج او می شود همان تعلم است؟ گفت درست گفتی. گفتم پس چون در آن واحد نسبت به موضوع واحد در انسان دو تمایل مخالف وجود دارد، ناچار باید گفت که نفس انسان دارای دو جنبه است. گفت این قابل انکار نیست. گفتم یکی از آنها مستعد فرمانبرداری و پیروی از قانون است. گفت چطور؟ گفتم قانون اینطور حکم می کند که بهتر است انسان در مقابل سختی ها بردباری به خرج دهد و زاری نکند، زیرا نسبت به خیر و شر این مسائل نمی توان اطمینان داشت و سختگیری در این موارد هم کمکی به آینده نمی کند و همچنین هیچ یک از امور بشری لایق آن نیست که انسان آن را زیاد به جد بگیرد و همچنین اندوه مانع آن حالت روحی است که ما باید در مورد ابتلا به سختی ها هر چه زودتر به آن متوسل شویم. گفت منظورت کدام حالت است؟ گفتم مقصودم حالت تفکر درباره پیشامد هاست، یعنی همچنان که نردباز به حکم تاس مهره های خود را در بهترین موقعیت قرار می دهد، انسان نیز باید در برابر ناهمواری ها یه بخت به حکم سوابدید عقل سلیم عمل کند. رفتار ما نباید مانند کودکانی باشد که وقتی لغزنده و به زمین می افتند دست بر روی عضو آسیب دیده خود نهاده و وقت خود را به فریاد و فغان تلف می کنند، بلکه باید نفس خود را خودهیم به اینکه هر چه زودتر در سرد علاج و ترمیم عضو مصدوم و بیمار براید، از دارو چاره جویی کند و از گریه و زاری بپریزد. گفت بهترین روش در برابر سختی ها درست همین است. گفتم ما میگوییم که شریفترین جزء وجود ما متمایل به پیروی از عقل است. گفت بدیهی است. گفتم پس آیا نمیتوان گفت که قوه محرکی که ما را متذکر به مصیبت خود و وادار به گریه و زاری میکند و هرچه بیشتر زاری کنیم باز هم بیشتر میطلبد، قوه ای است غیر عاقله و خار و زبون؟ گفت چرا، همینطور است. گفتم آن جنبه سرکش وجود ما تقلیدش به اشکال متعدد و گوناگون ممکن است، ولیکن صفت متانت و وقار و همواری درونی را نمیتوان به آسانی تقلید کرد و بر فرض هم که آن را تقلید کنند درک آن آسان نیست، علل خصوص برای توده، یعنی آنان که هنگام جشن جمع میشوند و یا مردمانی که در تماشاخانه گرد میآیند، زیرا این گونه تقلید ده حکایت از یک حالت و صفتی است که عامه مردم با آن آشنا نیستند. گفت البته. گفتم پس واضح است که شاعر مقلد طبعا متمایل به این جنبه عاقله نفس انسانی و مستعد خشون نود ساختن آن نیست، بلکه از آنجایی که هدف او کسب نام در میان عوام است بیشتر به صفات تندخویی و تلون مزاج علاقه دارد، زیرا آن حالات را به آسانی میتوان تقلید کرد. گفت واضح است. گفتم پس ما حالا میتوانیم بیدرنگ به او حمله کنیم و او را در ردیف نقاش ها قرار دهیم، زیرا او هم مانند نقاش آثاری به وجود می آورد که از لحاظ پی بردن به حقیقت ارزشی ندارد و با جنبه ای از نفس انسانی سر و کار دارد که آن نیز بی ارزش است و از ارتباط
ارتباط با جنبه شریف روح محروم می باشد و بنابراین حق داریم که او را از ورود به شهر خود که علاقمند به حسن اداره آن می باشیم منع کنیم، زیرا کار او بیدار کردن و پرورش و تقویت جنبه غیر مرضیه نفس و معدوم نمودن قوه عاقله است و می توانیم بگوییم که شاعر مقلد هم مانند کسی که حکومت و اختیار شهر را به دست مفسدین بسپارد و سکنه نیکوکار را هلاک کند، تخم فساد در روح افراد می‌کارد و فقط جنبه غیر عاقله نفس انسانی را خشنود می‌سازد، یعنی آن جنبه‌ای که از تمیز میان بزرگ و کوچک عاجز است و اشیاء واحد را گاه بزرگ و گاه کوچک می‌بیند. خلاصه اینکه او هم صورت‌هایی می‌سازد که از حقیقت بسیار دور است. گفت: البته. گفتم: اما ما هنوز بزرگترین ایراد خود را درباره شعر بیان نکرده ایم و آن مربوط به آسیبی است که حتی به مردمان نیک وارد می‌سازد و جای بسیط تأسف است که کمتر کسی از این اثر سو مسون می‌باشد. گفت: اگر چنین تأثیری داشته باشد البته جای تأسف است. گفتم: بشنو و قضاوت کن. آنگاه که ما گوش به آثار هومر یا هر یک از شعرهای تراژیک دیگر می‌دهیم و شاعر حالت پهلوان مصیبت دیده‌ای را مجسم و حدیث دراز و حزن‌انگیزی را از ندبه و زاری او نقل می‌کند و یا حالت مردانی را شرح می دهد که از فرط اندوه نوه سرائی می نمایند و بر سینه خود می کوبند، هر قدر هم ما مردم مهذبی باشیم باز از شنیدن این حکایات لذت می بریم و بر اثر همدردی عنان احساسات خود را به دست شاعر می دهیم و در پی او روان می شویم و هنر شاعر را که توانسته است احساسات ما را به این شدت برانگیزد جدا تحسین می کنیم. گفت: البته می دانم که حقیقت امر همین است. گفتم: اما آنگاه که اندوهی جانگداز به خود ما دست دهد، ملاحظه می کنی که ما عمل به خلاف آن رویه، یعنی توسل به آرامش و بردباری را مایه سربلندی خود می دانیم و می گوییم که این رفتار شایسته مردان است و آن رفتاری که لحظه پیش آن را می ستودیم در خور زنان. گفت: آری. گفتم: پس آیا آن ستایش به جا است؟ آیا اگر کسی رفتاری کند که ما از تعصیب آن اکراه بلکه شرم داشته باشیم سزاوار است که به جای احساس انزجار در مقابل آن رفتار عمل او را تقدیر و تحسین کنیم؟ گفت: قسم به زئوس که این کار معقول نیست. گفتم: حق با توست، مخصوصا اگر موضوع را از این نظر ملاحظه کنی. گفت: از کدام نظر؟ گفتم: آن جزء نفس ما که طبیعتا متمایل به گریه و زاری است و ما هنگام ابتلا به مصائب آن را به عنف فرو می نشانیم و نمی گذاریم به مقتضای طبیعت خود عمل کند و آه و ناله آغاز نماید، همان جزئی است که شعرا آن را راضی و خوشنود می سازند و حالان که جزء شریف وجود ما چون به راهنمایی عقل و به وسیله عادت پرورش نیافته، عنان اختیار آن قسمت از نفس را که متمایل به زاری است از دست می دهد و موضوع را نزد خود اینطور توجیه می کند که وقتی انسان با تعلمات غیر مواجه شود که مربوط به خود او نباشد، یعنی دیگری نزد وی آمده و خود را مرد شریفی معرفی کند و آنگاه از بخت بد خود بنالد و گریه آغاز نماید، در آن صورت هم دردی و دلسوزی به حال آن شخص کاری ننگی نیست، بلکه حتی لذتی که از این همدردی دست می‌دهد به حال نفس ناف است و دلیلی نیست که انسان خود را از آن لذت محروم کند و شعر را مردود بداند. اما به عقیده من کمتر کسانی متوجه این نکته هستند که عکس العمل ما در مقابل اندوه دیگران به حال خود ما نیز سرایت می‌کند، یعنی اگر مصائب دیگران را با تعلم خاطر تلقی کنیم و آن حس را در خود بپرورانیم، در مورد سختی هایی که برای خود ما رخ دهد جلوگیری از آن حس آسان نخواهد بود. گفت: بسیار درست گفتی. گفتم: آیا همین استدلال را نمیتوان در مورد حکایات مضحک هم به کار برد؟ هنگامی که تو به تماشای نمایش خنده‌آوری می روی و یا در محضر دوستانی هستی، ممکن است شوخی هایی بشنوی که خود از تفویه به آن شرم داشته باشی، ولی مزالک در آن محضر از شنیدن آنها بسیار لذت میبری و از قبح آنها منزجر نمیشوی. آیا این همان حالت نیست که در برابر نمایش های حزن‌انگیز به تو دست میدهد؟ آنگاه که تو به حکم عقل تمایل طبیعی خود را به خنده فرو مینشاندی، بیمان داشتی که مبادا متهم به لودگی شوی، ولی اینک که به تماشای این نمایش ها می روی، عنان آن تمایل را رها می کنی بلکه آن را می پرورانی و نتیجه آن است که غالبا بیان که خود نیز متوجه باشی، در ضمن صحبت همان رفتارهای دلقک از تو سر می زند. گفت: همینطور است.
گفتم همچنین در مورد شهوت و خشم و حالات نفسانی دیگر و آرزو و احساس خوشی و ناخوشی نیز که آنها را ناشی از اعمال خود می‌دانیم، ملاحظه می‌کنی که اثر شعر از همان قرار است. یعنی شعر به جای آنکه آن حالات را ریشه کن کند، آنها را آبیاری می‌کند و می‌رویاند و به جای آنکه آنها را مطیع ما قرار دهد تا بتوانیم رستگار و سعادتمند گردیم، برعکس آنها را بر ما مسلط می‌کند. گفت الحق نمیتوانم بیان تو را انکار کنم. گفتم پس ای گلاکون، آنگاه که سخن دوستداران هومر را میشنوی که میگویند این شاعران مربی یونان بود و هر کس بخواهد ادب و فرهنگ کسب کند باید به قرائت و مطالعه آثار او بپردازد و زندگانی خود را تماما با تعالیم این شاعر وقف دهد، تو باید درباره آن شخص محبت و مهربانی روا داری، زیرا آنها تا حدی که توانستند خوبی را درک کنند مردمان خوبی هستند و باید تصدیق کنی که هومر بیش از دیگران دارای طبع شاعرانه بوده و سرآمد همه مصنفین تراژدی است. اما نباید از این نکته غافل شوی که از انواع شعرها فقط سرودهایی که برای پرستش خدایان یا ستایش مردمان نیکو ساخته شده در شهر ما مجاز خواهد بود. اگر تو از این حد تجاوز کنی و اشعار تفریحی را اهم از رزمنامه‌ها و غزلیات بپذیری، در آن صورت به جای قانون و اصولی که هیئت اجتماع خیر و صلاح آن را تصدیق نموده باشد، اصل خوشی و ناخوشی بر شهر ما حکومت خواهد کرد. گفت بسیار درست گفتی. گفتم پس اکنون که به موضوع شعر برگشتیم، باید در مقام دفاع از عمل خود که شعر را از شهر دور افکندیم چنین گوییم که این کار را به حکم استدلال عقلی کردیم. حال چنانچه مدافعین شعر ما را متهم کنند که در قضاوت خود سختی و درشتی به کار برده ایم، بهتر است این را اضافه کنیم که از دیر زمان میانه شعر و حکمت ناسازگاری بوده و هست. مثلا عبارتی از این قبیل که میگوید ماده سگی که بر صاحب خود بانگ میزند، و یا مردی که در یاوه سرایی بر دیگران برتری دارد، و یا آن فرقه حکما که خود را از زئوس هم بالاتر میدانند، و یا آن فلاسفه موشکاف که همه درویش و فقیرند، و بسیاری عبارات دیگر همه نشانه این ناسازگاری دیرین است. معذالک این را هم به صدای بلند بگوییم که اگر شعر تقلیدی که هنر آن ایجاد لذت است بتواند به دلایلی ثابت کند که در شهری چنین منظم حقا جای میتواند داشت، ما بسیار خوشنود خواهیم بود که آن را دوباره در شهر خود بپذیریم، زیرا ما از قوه جاذبه شعر غافل نیستیم، منتها خیانت به حقیقت را به هیچ صورت مجاز نمیدانیم. ای دوست عزیز، آیا تو خود این جاذبه سحرآمیز را احساس نمیکنی؟ علل خصوص آنگاه که گوینده هم هومر باشد. گفت آن جاذبه را به خوبی احساس میکنم. گفتم پس آیا حق نیست که پس از آن که شعر خواه به وزن غزلیات خواه به هر وزن دیگری از خود دفاع نمود، آن را دوباره به شهر خود راه دهیم؟ گفت البته. گفتم همچنین میتوانیم به پشتیبانان شعر، یعنی آنان که خود شاعر نیستند ولی دوستدار شعرند، اجازه دهیم که به نثر از شعر دفاع کنند و نشان دهند که شعر نه فقط دلپذیر است، بلکه برای اداره امور جامعه و زندگانی انسان سودمند هم هست. ما به این دفاع از صمیم قلب توجه خواهیم کرد، زیرا اگر معلوم شود که شعر نه تنها دلپذیر بلکه سودمند است، این معنی به نفع ما خواهد بود. گفت آری، شک نیست که به نفع ما خواهد بود. گفتم اما ای رفیق، اگر نتوانند این معنی را به ثبوت برسانند، ما کار آن کسانی را خواهیم کرد که عاشق شده و بعد دریابند که عشق برای آنان ثمری جز زیان به بار نمی آورد و بنابراین دندان روی جگر گذاشته و خود را از بند عشق آزاد می سازند. به این معنی که ما چون در محیطی زیبا پسند پرورش یافته ایم، عاشق شعر شده ایم و طبعا خوشنود می شویم که خوبی شعر و انطباق آن با حقیقت به ثبوت برسد. معذالک مادام که شعر حقانیت خود را ثابت نکرده و هر وقت به آن گوش دهیم، همین استدلال خود را تلسمار ورد زبان خواهیم ساخت تا مبادا دوباره گرفتار آن عشق کودکانه گردیم که توده مردم هنوز دچار آنند. باری ما این را به خوبی دریافته ایم که نباید هنر شاعر را به تصور آنکه با بیان حقیقت سر و کار دارد به جد گرفت، بلکه هر کس که به شعر گوش دهد باید مراقب باشد که از این راه لطمه‌ای به سلامت نفس وی وارد نیاید و باید آنچه را که درباره شعر گفتیم در حکم قانون دانسته و رعایت کند. گفت کاملا با تو موافق هستم. گفتم ای گلاکون، حقیقت امر این است که برای انسان انتخاب بین زندگی خوب و زندگی بد یک کشمکش بزرگی است، حتی بزرگتر از آن که مردم تصور کنند. پس روا نیست که انسان به خاطر جاه و ثروت و مقام و یا حتی به خاطر شعر از
انصاف به عدل و سایر فضایل باز ماند. گفت: بحثی که ما کردیم مرا وادار می کند به اینکه سخن تو را تصدیق کنم و به عقیده من دیگران هم باید همچنان کنند. گفتم: اما ما هنوز بزرگترین جوایز و پاداشهایی را که پرهیزکاری تعلق می گیرد بیان نکردیم. گفت: اگر این جوایز بزرگتر از آنهایی باشد که تاکنون گفته ایم، باید از حیث بزرگی واقعا بیمانند باشد. گفتم: وقتی زمان اینقدر محدود باشد چه چیز را می توان بزرگ خواند؟ در حقیقت عمر انسان، یعنی فاصله زمانی از کودکی تا پیری، در مقام مقایسه با ابدیت هیچ است. گفت: آره، حقیقتا هیچ است. گفتم: آیا به عقیده تو شایسته است که یک موجود فناناپذیر به خاطر یک چنین مدت کوتاهی این همه رنج به خود روا دارد ولی برای زندگانی جاودانی فکری نیندیشد؟ گفت: نه. اما منظورت از این سوال چی؟ گفتم: آیا درک نکرده ای که روح ما فنا ناپذیر است و هرگز معدوم نمی شود؟ در اینجا گلاکون نگاهی تعجب آمیز به من کرد و گفت: قسم به زئوس که من چنین چیزی را درک نکردم. آیا تو می توانی بر این سخن دلیلی بیاوری؟ گفتم: آری، اگر اشتباه نکنم می توانم آن را مدلل سازم. تو نیز همچنین، زیرا مطلب آسان است. گفت: نه برای من، اما بسیار مایلم که توضیح این مطلب آسان را بشنوم. گفتم: می توانی آن را بشنوی؟ گفت: پس بگو تا بشنوم. گفتم: آیا تو قائل به نیک و بد هستی؟ گفت: آری. گفتم: آیا راجع به آنها مثل من فکر می کنی؟ گفت: چطور؟ گفتم: هرچه کارش تخریب و فاسد کردن باشد، بدو هرچه عملش ابقا و اصلاح باشد خوب است. گفت: آری. گفتم: آیا این را هم قبول داری که هر چیزی بدی و خوبی مخصوص به خود دارد؟ مثلا آفت بینایی امراض چشم است، آفت تندرستی بیماری است، آفت نان کپک است، آفت چوب پوسیدگی، آفت برنج و آهن زنگ است و چنان که گفتیم هر یک آفت و بیماری طبیعی دارد. گفت: تصدیق می کنم. گفتم: وقتی که یکی از این آفات در چیزی رخنه کند، آیا نه این است که دست به کار خرابی که آن چیز می شود تا بالاخره آن را به کلی معدوم و تباه کند؟ گفت: جز این نمی تواند بود. گفتم: پس هر چیز به وسیله آفت طبیعی و بدی مخصوص به خود تباه می شود و اگر آن آفت در کار نباشد، هیچ عامل دیگری آن چیز را خراب نخواهد کرد، زیرا بدیهی است که خوبی عامل تخریب نمی تواند بود و آنچه هم که نه بد است نه خوب، آن هم تباه کننده نیست. گفت: آره، جز این نیست. گفتم: پس اگر در میان هستی ها چیزی پیدا کنیم که آفت و فاسد کننده مخصوص به خود را داشته باشد ولی در عین حال آفت مزبور قادر به تخریب و معدوم ساختن آن چیز نباشد، آیا نمی توانیم بگوییم که یک چنین ترکیبی از فنا مسون است؟ گفت: ظاهرا باید اینطور باشد. گفتم: مگر روح آفتی مخصوص به خود ندارد؟ گفت: چرا، آفت آن همان چیزهایی است که گفتیم، یعنی ستمگری و زیاده روی و بزدلی و نادانی. گفتم: اما آیا هیچ یک از این آفتها روح را معدوم و تباه می کند؟ هوشیار باش که ما دچار اشتباه نشویم و تصور نکنیم که ستمگر و نادانی که هنگام خطاکاری دستگیر می شود صرفا به علت ارتکاب ظلم که آفت روح است تلف می گردد. موضوع را اینطور در نظر بگیر: مرض که آفت جسم است موجب تحلیل و تباهی جسم می گردد تا جایی که دیگر از جسم اثری باقی نمی ماند. همچنین همه چیزهایی که لحظه پیش بیان کردیم هر یک به وسیله آفت مخصوص خود نیست می شود، ولی آفت در آن رخنه کرده و در درون آن جایگزین می شود تا آن را از بین ببرد. آیا چنین نیست؟ گفت: همین است. گفتم: اکنون درباره روح هم به همین طرز فکر کن. آیا ظلم و مفاسد دیگر به صرف نفوذ و استقرار در نفس انسان آن را فاسد و معدوم می کند و به مرگ می کشاند، یعنی روح را از جسم جدا می کند؟ گفت: نه، یقینا اینطور نیست. گفتم: پس اگر روح به دست آفت مخصوص خود معدوم نمی شود، چگونه می توان که آفت چیز دیگری آن را معدوم می کند؟ گفت: البته اینطور نیست. گفتم: ای گلاکون، درست به این نکته توجه کن. ما نمی گوییم که بدی خوراک، یعنی کهنگی یا پوسیدگی آن یا هر عیب دیگری که داشته باشد، موجب مرگ می شود، بلکه می گوییم اگر بدی خوراک آفت مخصوص جسم را به وجود آورد، آنگاه جسم به وسیله آفت مخصوص خود، یعنی بیماری ناشی از خوراک بد، تباه می شود. ولی ما هرگز مدعی نخواهیم شد که جسم به وسیله بدی خوراک تباه می شود، زیرا آن یک ماهیت دارد و این ماهیتی دیگر، مگر آنکه آفت این یک موجب بروز آفت مخصوص آن یک گردد. گفت: آنچه تو میگویی کاملا درست است. گفتم: پس به موجب همین استدلال ما تصدیق نخواهیم کرد که روح ممکن است به وسیله آفت چیز دیگر و بدون دخالت آفت مخصوص به خود تباه شود.
یا یک چیز به وسیله آفت چیزی دیگر معدوم گردد، مگر آنکه آفت جسم موجب بروز آفت روح شود. گفت: استدلال تو درست است. گفتم: پس یا ما باید ثابت کنیم که این استدلال ناقص است، و یا مادام که چنین چیزی به ثبوت نرسیده باید بگوییم که روح هرگز و به هیچ وجه به واسطه تب یا هر گونه بیماری دیگر و یا به واسطه تیغ کشنده تباه شدنی نیست، ولو جسم را ریز ریز کنند، مگر آنکه اول ثابت شود که این عوارض جسم در روح انسان ظلم و شقاوت ایجاد می کند. پس ما این سخن را از هیچ کس نخواهیم پذیرفت که روح یا هر چیز دیگر به واسطه آفت بیگانه و بدون دخالت آفت مخصوص به خود تباه شدنی است. گفت: یقیناً هرگز کسی ثابت نمیتواند کرد که مرگ موجب بروز ظلم در روح انسان میگردد. گفتم: اگر کسی بیباکانه به این استدلال حمله کرده و بگوید که مرگ موجب بروز فساد و ظلم در روح انسان میشود و خلاصه بخواهد بدین طریق از اقرار به جاودانگی روح بگریزد، آنگاه ما میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که اگر حق با او باشد، همانطور که مرض بیمار را میکشد، ظلم هم باید ظالم را هلاک کند. یعنی چون ظلم طبیعتاً مهلک است، در هر کس که رخنه کند باید به خودی خود او را تباه سازد، و هر که ستمگری او بیش است زودتر، و هر که ستمگری او کمتر است دیرتر باید تلف شود. و حالان که حقیقت امر این است که اگر ظالم کشته شود، این در نتیجه مجازاتی است که دیگران نسبت به او اجرا می کنند و او را به کیفر ستمگری خود می رسانند. گفت: قسم به زئوس که خوب گفت. به راستی اگر ظلم ظالم را هلاک می کرد چندان موهش نبود، زیرا ظالم بدین وسیله از آن آفت رهایی می‌یافت. به عقیده من باید تصدیق کرد که حقیقت درست عکس آن است، یعنی ظلم ظالم به تمام قوا مردم دیگر را هلاک می‌کند، ولی خود ظالم را هوشیارتر و بیدارتر می‌سازد. پس بسیار از حقیقت دور است که بگوییم ظلم مهلک است. گفت: آفرین. پس اگر روح به وسیله عامل فساد طبیعی و آفت مخصوص به خود معدوم و تباه نمی شود، بسیار بعید است که آفتی که عامل فساد چیز دیگری است روح را معدوم و یا هر چیزی دیگری جز آنچه را که عامل تباهی آن است هلاک کند. گفت: آری، ظاهراً بسیار بعید است. گفتم: پس چون هیچ آفتی نیست که روح را هلاک کند، یعنی نه آفت مخصوص به خود آن و نه آفتی دیگر، پس واضح است که روح باید همیشه باقی باشد، و اگر همیشه باقی باشد فنا ناپذیر است. گفت: ناچار همین است. گفتم: پس میتوان گفت که حقیقت امر همین است، و اگر چنین باشد باید تصدیق کرد که ارواح هیچ وقت کم و زیاد نمی شود، زیرا البته اگر هیچ یک از ارواح هلاک نشود، از شماره ارواح کاسته نخواهد شد، و نیز نمیتوان گفت که تعداد ارواح افزایش مییابد، چون اگر بگوییم که موجودات فنا ناپذیر افزایش مییابند، معنی آن این است که موجوداتی که قبلا فانی بوده و تازه جاودان شده اند و در آن صورت لازم می آید که سرانجام همه چیز فنا ناپذیر شود. گفت: راست می گویی. گفتم: اما ما چنین چیزی را تصدیق نمی کنیم، زیرا مخالف عقل است. همچنین نمی توانیم تصدیق کنیم که جوهر حقیقی روح ترکیبی است از اجزای متنوع و مختلف و متضاد. گفت: چه می خواهی بگویی؟ گفتم: چیزی که از ترکیب با اجزای گوناگون پیدا شده باشد باقی نمی تواند بود، مگر در صورتی که آن ترکیب کامل باشد، همچنان که ما ترکیب روح را کامل یافتیم. گفت: حقیقتا همینطور است. گفتم: استدلالی که ما هم اکنون کردیم و بسی دلایل دیگر ما را قطعا به این نتیجه می رساند که روح فنا ناپذیر است. اما اگر بخواهیم روح را آنچنان که به راستی هست بشناسیم، باید طرز مشاهده خود را تغییر دهیم. اکنون ما روح را در حالت آلودگی به مصاحبت جسم و مفاسد دیگر می‌بینیم، و حالان که باید آن را به دیده عقل مشاهده کنیم تا حالت مجرد و مصفای آن را دریابیم، آنگاه آن را بسی زیباتر خواهیم یافت و عدل و ظلم و آنچه را که بیان کردیم به طرز روشنتری تشخیص خواهیم داد.
اما آنچه ما پیش از این گفتیم وصف مشاهده کنونی ما است. در حقیقت ما روح را تا کنون در وضعی دیده ایم شبیه به وضع گلاکوس، خدای دریا. در اینجا زیرنویس داره: بر طبق یکی از افسانه های یونانی، ماهیگیری گلاکوس نام از یک گیاه سحرآمیز خورد و بعد خود را به دریا افکند و مبدل به خدای دریایی شد. ادامه مطلب: هیکل آن خدا به اندازه‌ای تغییر کرده بود که شکل اصلی او دیگر به آسانی دیده نمی‌شد. از اعضای قدیمی بدن او بعضی شکسته بود و بعضی فرسوده و بر اثر تلاطم دریا ناقص شده بود و اجزای تازه‌ای از ماهی، صدف و گیاه‌های دریایی و شن روی بدن او پیدا شده بود، به طوری که بیشتر شبیه به یک نوع جانور شده و شکل حقیقی خود را از دست داده بود. ما هم روح را به همین شکل می‌بینیم، یعنی در حالی که هزاران مفاسد صورت اصلی آن را دگرگون ساخته است، اما ای گلاکون، ما باید نظر خود را به سمت دیگری معطوف کنیم. گفت: به کدام سمت؟ گفتم: به سمت علاقه‌ای که روح به حکمت دارد. ما باید ملاحظه کنیم که روح به چه چیزهایی دلبستگی دارد و بنابر اونسی که با الهیات و حقایق باقیه و ابدیه دارد به مصاحبت کدام همنشین راغب است، و اگر خود را تماماً وقف درک این گونه حقایق نموده و به برکت این همت از دریایی که اکنون در آن غوطه‌ور است رهایی یابد و سنگ و گوشماهی هایی را که با آن آلوده شده از خود دور افکند، به چه پایه‌ای میرسد؟ در حال حاضر میتوان گفت که روح خوراک خود را از خاک میگیرد و از آنچه مردم آن را مایه لذت میدانند متمتع میشود و بنابراین قشر کثیف و ضخیمی از خاک و سنگ روی آن را میپوشانده است. ولی اگر آن را به نظر درست مشاهده کنیم، کیفیت حقیقی آن آشکار خواهد شد و خواهیم دانست که روح مرکب است یا بسیط و ترکیب و ماهیت آن از چه قرار است. باری خیال می کنم که اجالتاً حالات و اطوار روح را به طوری که در طی زندگانی حاضر پیدا می شود بد بیان نکرده باشیم. گفت: خوب هم بیان کردیم. گفتم: ما ضمن مباحثه خود آنچه را که فرع عدل مجرد است به حساب نیاوردیم و توجه به پاداش و حسن شهرتی که به قول هومر و هزیود از عمل به عدل حاصل می شود ننمودیم. ما ثابت کردیم که عدل مجرد عالی ترین صفت روح مجرد است، به این معنی که انسان باید به عدل عمل کند، خواه انگشتر جیجس را در دست داشته باشد و خواه نداشته باشد. آری، ولو علاوه بر آن انگشتر کلاه خدای دوزخ را هم بر سر داشته باشد. گفت: آنچه گفتی بسیار درست است. در اینجا زیر نویس داریم: اشاره به این عبارت است که در ایلیاد هومر آمده است: پالاس کلاه پلوتون را بر سر گذاشت تا مارس او را نبیند. یونانی ها اعتقاد داشتند که اگر کسی این کلاه را بر سر داشته باشد، خدایان نمی توانند او را ببینند. همچنان که اگر کسی انگشتر جیزس را در انگشت کند، از چشم مردم پنهان خواهد شد. ادامه: گفتم: اکنون ای گلاکون، چه عیب دارد که ما قدم فراتر نهیم و پاداش هایی را که روح در صورت اتصاف به عدل و سایر فضایل، چه در دوره زندگانی و چه پس از مرگ، از خدایان و مردم دریافت می کند، تعریف و حق عدل را به این ترتیب ادا کنیم. گفت: عیبی ندارد. گفتم: آیا وامی را که ضمن مباحثه از من گرفتید پس می دهید؟ در اینجا زیر نویس داره: در ابتدای جمله سقراط از گلاکون و سایر حضار صحبت می کند، بنابراین صیغه جمع به کار می برد، اما در آخر جمله روی سخن تنها با گلاکون است. گفت: منظورت را درست بیان کن. گفتم: وامی که به شما دادم این بود: من قبول کردم که عادل به صورت ظالم جلوه کند و ظالم به صورت عادل، زیرا شما چنین درخواست کردید که حتی به فرض آنکه حقیقت را نتوان از خدایان و مردم پنهان نمود، مازالک ما به خاطر مباحثه تصدیق کنیم که کتمان حقیقت ممکن است تا از این راه بتوانیم درباره عدل مجرد و ظلم مجرد قضاوت کنیم. آیا این را به خاطر داری؟
گفت شرط عدل نیست که به خاطر نداشته باشم. گفتم پس حال که حکم خود را کرده ایم، من به نام عدل درخواست می کنم که ما حسن ظنی را که خدایان و مردم درباره عدل دارند تصدیق کنیم، و اکنون که محسنات عدل مجرد معلوم گردید و دانستیم که صفت مزبور چه فوایدی حاصل و نصیب کسانی می شود که به راستی متصف به این صفت هستند، اجازه دهیم که عدل از پاداش حسن شهرت هم که عاید ارباب عدالت می گردد بهره مند شود. گفت درخواست تو بجا است. گفتم پس شما اول این نکته را تصدیق کنید که خدایان درباره حقیقت و باطن آن دو مرد، یعنی عادل و ظالم، فریب نمی‌خورد. گفت تصدیق داریم. گفتم اگر این طور باشد، پس چنان که در ابتدا هم موافقت کردیم، یکی از آن دو محبوب و دیگری منفور خدایان است. گفت آری. گفتم آنان که محبوب خدایانند از همه نعمتها به منتهای درجه وفور بهره‌مند می‌شوند، جز آنکه اگر در طی یک زندگانی پیشین گناهی مرتکب شده باشند، ممکن است به کفاره آن گناه دچار عقوبتی هم بشود. گفت البته. گفتم پس ما باید درباره شخص عادل چنین گوییم که اگر وی در زندگانی خود دچار فقر و بیماری و هر چیز دیگری که مردم آن را شر محسوب می‌دارند بشود، این چیزها سرانجام چه در دوره زندگانی چه پس از مرگ به حال او سودمند خواهد افتاد، زیرا شک نیست که خدایان کسی را که طالب اتصاف به صفت عدل باشد و وسیله پرهیزکاری تا آنجا که برای آدمی میسر است تأثیر به صفات الهی نمایت فراموش نخواهد کرد. گفت البته خدا کسی را که به صفات او تأثیر نمایت فراموش نخواهد کرد. گفتم و اما درباره ظلم درست عکس آنچه اکنون گفتیم صادق است. آیا این طور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس این بود پاداش هایی که از جانب خدایان نصیب مرد عادل می شود. گفت آری، بقیده من این است. گفتم اکنون ببینم چه پاداشی از مردم دریافت خواهد کرد. حقیقت موضوع را به این صورت می توان بیان نمود که کار ستمگران ماهر مانند کار دوندگی است که در میدان مسابقه هنگام رفتن خوب می دوند، ولی نه هنگام بازگشتن. در موقع شروع خیز بر می دارند و به سرعت تمام روان می شوند، اما در پایان کار میدان را به همراهی خنده تماشا کنند ترک می کنند، در حالی که گوششان آویزان است و تاجی بر سر ندارند. اما دوندگان حقیقی تا آخر دویده جایزه دریافت می کنند و تاج افتخار نصیب آنان می شود، و این حال مرد عادل است که در آخر هر کار و معامله و در پایان زندگی نیکنامی نصیب وی می شود و پاداش های از جامعه دریافت می کند. آیا چنین نیست؟ گفت چرا، همین طور است. گفتم پس اگر اجازه دهی می خواهم همان چیزی را که تو درباره اشخاص ظالم گفتی برای مردم عادل قائل شویم. می خواهم بگویم که مردم عادل هنگامی که به سن مقتضی می رسند، چنانچه طالب مقام باشند، می توانند در شهر متصدی مشاغل مهم شوند و از هر خانواده‌ای که مایل باشند زن بگیرند و به هر کس که خواهند دختر دهند، و خلاصه همه آن چیزهایی را که تو درباره ظالم گفتی من اکنون درباره عادل میگویم. و نیز درباره مردم ظالم چنین میگوییم که بیشتر آنان اگر در جوانی گرفتار نشوند، در آخر کار رسوا و روسیاه میشوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد اهانت بیگانه و هممیهن قرار میگیرند و دچار ضربه تازیانه و زجرهایی می شوند که چنان که گفتی گوش تا به شنیدن آن را ندارد. از من بپذیر که نصیب آنان شکنجه و داغ خواهد بود، و چنین فرض کن که باقی این داستان موهش و شهر عقوبتها را از من شنیده باشی. آیا این را قبول داری؟ گفت البته قبول دارم، زیرا آنچه تو می گویی درست است. گفتم پس اینک پاداشها و جوایز و نعمتهایی که در این دنیا از جانب خدایان و مردم نصیب مرد عادل می شود و آن سوای محسناتی است که عدل مجرد به خودی خود دارد. گفت الحق پاداش هایی که شرط دادی بسیار زیبا و پسندیده بود. گفتم اما اینها چه از حیث شماره چه از حیث اندازه در مقابل آنچه که پس از مرگ نصیب عادل و ظالم می شود هیچ است. این مطلب را باید تشریح کرد تا حقی که آن دو به موجب این مباحثه دارند ادا شده باشد. گفت بگو، چون کمتر چیزی هست که من تا این اندازه آرزومند شنیدن آن باشم. گفتم من حکایتی برای تو نقل خواهم کرد که داستان آلکینوس نیست، بلکه روایتی است از مردی دلیر که آر نام داشت و فرزند آرمنیوس و اصلا اهل پامفیلیا
بود. در اینجا زیرنویس داره. در زبان یونانی قدیم داستان آلکینیوس کنایه از داستان دور و دراز و مبالغ‌آمیز بوده است. این اصطلاح از اودیسه هومر اقتباس شد که 4 کتاب آن شرح حکایتی است که اودیسه برای آلکینیوس درباره عالم بعد نقل می کند. ادامه مطلب. این مرد در جنگی کشته شد. پس از 10 روز که کشتگان را جمع می کردن، با آنکه اجساد همه آنها بو گرفته بود، تن این یک همچنان تازه مانده بود. باری او را به خانه بردند و روز 12 که او را روی تل هیزم نهاده بودند و می‌خواستند بسوزانند، ناگهان زنده شد و چون دوباره جان گرفت، آنچه را که در آن عالم دیده بود تعریف کرد و چنین گفت: به مجرد اینکه روح من از جسم جدا شد، من به همراهی بسیاری مردم دیگر به راه افتادم و ما همچنان رفتیم تا به جای شگفت‌انگیز رسیدیم که آنجا 2 دریچه متصل به یکدیگر روی زمین دیده می‌شد و درست روبرو و بالای آنها 2 دریچه هم در آسمان بود. در میان این 2 جفت دریچه قضاتی نشسته بودند و اعمال نفوس را قضاوت می کردند. کسانی را که عادل می یافتند اول لوحه متضمن گواهی عدل به سینه آنها نصب می نمودند و سپس آنها را به سمت راست هدایت کرده و در راهی که رو به بالا می رفت و از آسمان می گذشت روانه می کردند. اما در مورد نفوس ظالم اول لوحه‌ای به پشت آنها نصب می نمودند که اعمال هر یک در آن ثبت شده بود و سپس آنها را به سمت چپ و به سوی راهی سرازیر می فرستادند. وقتی نوبت من رسید، مرا قاصد و مأمور نمودند که نزد مردم بیایم و از آنچه در آن عالم می گذرد خبر دهم و بنابراین به من فرمان دادند که در آن محل گوش و چشم خود را باز و همه چیز را درک کنم. سپس دیدم که ارواح پس از اینکه حکم هر یک معلوم می شد، برخی از یکی از دریچه های آسمانی و برخی از یکی از دریچه های زمینی رهسپار می شدند. در اینجا زیر نویس داره. منظور این است که دریچه آسمان در سمت راست و دریچه زمین در سمت چپ بود. ارسطو در تفسیر این عبارت چنین می نویسد: پیروان پیتاگور یا فیثاغورس سمت راست و بالا و جلو را نیک و سمت چپ و پایین و عقب را بد می دانستند. ظاهراً از زمان بسیار قدیم مردم یونان و ایتالیا این عقیده را داشتند که در مدخل عالم به بعد 2 راه هست، یکی برای اهل ثواب و دیگری برای گناهکاران. و ضمناً از راه 2 دریچه دیگر ارواحی فرا می رسیدند. یعنی از یک سو ارواحی خسته و آلوده به غبار و کثافات سفر از زمین بالا می آمدند و از طرف دیگر ارواحی پاک و درخشان از آسمان پایین می آمدند. همه آنها هنگام ورود حالتی داشتند مانند کسانی که از راه دور رسیده باشند. شادی کنند رو به چمنزار کنار راه می آوردند و در آنجا مانند مواقع جشن گرد هم می آمدند. آنان که آشنا بودند یکدیگر را در آغوش می گرفتند. آنهایی که از زمین آمده بودند از آن دسته دیگر چگونگی عالم بالا را می پرسیدند. و آنهایی که از آسمان رسیده بودند به نوبه خود از دسته اول جویای وضع عالم سفلا می شدند. بعضی از آنان آنچه که به سرشان آمده بود نقل می کردند. زجرها و عذابهای گوناگون و وحشتناکی که طی 1000 سال مسافرت در زیر زمین دیده بودند به زبان می راندند و گریه و زاری می کردند. اما آنهایی که از آسمان آمده بودند لذایز آسمانی و مناظر بسیار زیبایی را توصیف می کردند. باری ای گلاکون، اگر بخواهم آنچه را که او نقل می‌کرد به تفصیل بگویم وقت زیاد می‌خواهد، ولی مغز کلام او این بود که نفوس برای هر جرمی که نسبت به کسی مرتکب شده بودند کفاره گناهان خود را می‌دادند، آن هم 10 به 1 و هر کیفری 100 سال، یعنی برابر عمر انسان طول می‌کشد تا مجرم برای هر جرمی 10 بار مجازات شود. مثلا آنان که باعث مرگ بسیاری نفوس شده و به کشورها و لشکرها خیانت کرده و آنها را به اسارت کشانده یا در گناه دیگری شریک کرده بودند، برای هر یک جرم 10 بار دچار عقوبت می‌شدند. ولی آنهایی که برعکس به هم‌نوع خود نیکی کرده و عدل و درستکاری را پیش خیش قرار داده بودند، پاداش عمل خود را به همان نسبت دریافت می‌نمودند. درباره کودکانی که هنگام تولد مرده و یا فقط مدت کمی زنده بودند، آر بسی چیزها می‌گفت که بازگویی آنها ارزش ندارد. در خصوص فرمانبرداری یا نافرمانی نسبت به خدایان و پدر و مادر و قتل نفس، از قراری که او میگفت مکافات و مجازات این اعمال حتی از آن که پیش هم گفتیم بیشتر است. آر نقل میکرد که هنگامی که نزدیک مردی ایستاده بود، از آن مرد پرسید که آردیه بزرگ کجا است. این آردیه 1000 سال پیش در شهری از ایالت پامفیلی به ستمگری حکومت میکرد.
پدر پیر و برادر بزرگ خود را کشته و از قراری که میگفتند بسیاری گناههای دیگر مرتکب شده بود. باری آر نقل میکرد که مردی که سؤال را از او کردند چنین جواب داد: وی اینجا نیامده است و نمیتواند بیاید. در واقع از جمله مناظر وحشتناکی که ما دیدیم یکی این بود که هنگامی که ما نزدیک دریچه ایستاده و پس از تحمل همه رنجهای دیگر در شرف بالا آمدن بودیم، ناگهان همین آردیه و عده دیگر را دیدیم که بیشتر آنها از حکمرانان ستمگر بودند، ولی در میان آنها بعضی جنایتکاران بزرگ هم از مردم عادی بودند. موقعی که می‌خواستند بالا بیایند دریچه به آنها راه نداد و هر بار که یکی از این جفاکاران که یا اصولاً اصلاح پذیر نبودند و یا هنوز به اندازه کافی کفاره گناهان خود را نداده بودند میخواست بیرون بیاید، خروشی از دریچه برمیخواست. آنگاه مردمی وحشی با قیافه آتشین که نزدیک دریچه ایستاده بودند به محض شنیدن این غرش پیش میآمدند و بعضی از آنها را از کمر میگرفتند و میبردند. اما وقتی به آردیه و بعضی دیگر رسیدند، دست و پا و سرشان را به زنجیر بستند و آنها را بر روی خاک افکنده پوستشان را کندند و به پهلو روی زمین کشیدند و گوشتشان را با خار شانه زدند و جرمهای آنان را که موجب این عقوبت شده بود به گوش آبرین رسانیده و میگفتند اینان را میبریم که در قعر جهنم بیفکنیم. باری در آن مکان همه نوع وحشت به ما دست داده بود، اما از همه بدتر وحشتی بود که هنگام بالا آمدن داشتیم که مبادا آن غریب را بشنویم و برای هر یک از ما مایه تسلی خاطر بزرگی بود که بدون شنیدن این صدا بتوانیم بالا بیاییم. شرح مجازات ها از یک طرف و پاداش ها از طرف دیگر کمابیش همین بود که گفتم. هر دسته از نفوس پس از اینکه 7 روز در چمنزار به سر می بردن، 8 روز از آنجا رخت بر می بستن و پس از 4 روز به مکانی می رسیدن که از آنجا نوری پیدا بود. این نور از بالا می درخشید و از میان آسمان و زمین می گذشت. مانند ستون راست بود. دنج زیر نمیست داره. بعضی از مفسرین این ستون نور را با کهکشان یکی دانستند و از حیث رنگ شباهت زیادی به قوس و قزح داشت، جز آنکه تابنده تر و پاکتر باشد. مسافرین پس از 1 روز راه به این روشنایی می رسیدند و در میان آن نور دو سر زنجیر آسمان را مشاهده می کردند که در آن نقطه به هم می رسید، زیرا این نور زنجیری بود که آسمان را با آن بسته بودند و همانطور که کشتی جنگی را با تنابی که به دور آن میپیچند محکم میکنند، به همان ترتیب فلک هم تماما در قید آن زنجیر بود. در جایی که دو سر زنجیر به هم میرسید، دوک جبر آویزان بود که گردش همه افلاک منوط به آن است. در اینجا باز زیر نویس داره. این از مواردی است که معنی متن اصلی روشن نیست و هر کس آن را به نحوی تعبیر کرده است. از این عبارت چگونگی ستون نور و زنجیر آسمان را نمیتوان دقیقا استنباط کرد و معلوم نیست چه چیز به چه چیز بسته شده و اتکای دوک درست به چیست. افلاطون خواسته است با استفاده از تشبیه دوک تصورات خود را درباره هیئت افلاک کمابیش به ذهن خواننده وارد کند. وی زمین را مرکز عالم میدانسته و 7 دایره با مرکز واحد دور آن تصور میکرده که مدار سیارات باشد و بالاخره ثوابت را به صورت 1 دایره خارجی مجسم می نموده است که گردش همه افلاک منوط به آن است. میله و قلاب آن از فولاد، ولی چرخ آن از فولاد و مواد دیگر ساخته شده بود. درباره چگونگی این چرخ باید گفت که از حیث ظاهر شبیه به چرخ دوک‌های همین عالم بود، اما برای پی بردن به ساختمان آن از قراری که آرمی گفت باید آن را اینطور مجسم کرد. چرخ بزرگی بود که توی آن را به کلی خالی کرده بودند و در درون آن چرخ دیگری مانند همان ولی کوچکتر از آن درست جا داده بودند و مثل جعبه های تو در تو یک چرخ سومی هم در داخل آن قرار داشت و بعد یک چرخ چهارمی و پس از آن چرخ های دیگر، زیرا روی هم رفته 8 چرخ بود که یکی در شکم دیگری جا گرفته بود و لبه آنها از بالا به شکل دوایری پیدا بود که به هم پیوسته و سطح چرخ واحدی را تشکیل میداد که دور میله قرار داشت و میله از میان 8 چرخ عبور میکرد. لبه مدور چرخ اول یعنی چرخ بیرونی از همه پهن‌تر بود. در اینجا زیر نویس داره. مقصود افلاطون از چرخهایی که لبه آنها از بالا به شکل دوایری پیداست مدار افلاک است، به ترتیب زیر: ثوابت، زحل، مشتری، مریخ، عطارد، زهره، آفتاب، ماه. ظاهرا پهنهای لبه ها نماینده فاصله مدار سیارات از یکدیگر است. ادامه.
از این لحاظ مقام دوم را چرخ ششم داشت، مقام سوم را چرخ چهارم، مقام چهارم را چرخ هشتم، مقام پنجم را چرخ هفتم، مقام ششم را چرخ پنجم، مقام هفتم را چرخ سوم و بالاخره مقام هشتم را چرخ دوم. دایره بزرگترین چرخ رنگارنگ بود. دایره هفتمین چرخ از همه روشن‌تر. دایره هشتمین چرخ رنگ روشنایی خود را از هفتمین می‌گرفت. دوایر دومی و پنجمی تقریبا یک رنگ داشتند، یعنی از پیشی‌ها زردتر بودند. دایره سومی از همه سفیدتر بود و ششمین مقام دوم را از حیث سفیدی داشت. دوک تماما با حرکتی یک نواخت به دور خود میچرخید، اما ضمن این حرکت همگانی آن هفت دایره داخلی در جهت مخالف آهسته میچرخیدند. از این دوایر آن که حرکتش از همه تندتر بود هشتمین بود. بعد از آن به ترتیب هفتمین و ششمین و پنجمین بودند که همان سرعت را داشتند. پس از آن چهارمین بود که به ظاهر در این گردش معکوس از لحاظ سرعت مقام سوم داشت. سپس سومی بود که مقام چهارم و دومی که مقام پنجم را داشت. در اینجا زیر نویس دارید. افلاطون با پیروی از معتقدات پیتاگور یا فیثاغورس چنین تصور میکرد که هر یک از افلاک بر حسب سرعت حرکت خود صوتی ایجاد مینمایند و همچنان که بین سرعت افلاک تناسب معقول و مطلوبی وجود دارد، همانطور صدای آنها نیز متناسب و موزون است. در این باب ارسطو چنین میگوید: بعضی را عقیده بر آن است که اجسامی به این عظمت باید ناچار در حرکت خود صدایی تولید کنند. آنان میگویند حتی اجسام زمینی هم با آنکه نه اینقدر بزرگند و نه با چنین سرعتی حرکت میکنند، مذالک صدا ایجاد میکنند. پس چطور ممکن است که خورشید و ماه و ستاره ها که شماره آنها اینقدر زیاد و حجم آنها اینقدر عظیم و حرکت آنها به این درجه سریع است، صوتی خارق العاده تولید ننمایند؟ بر اساس این فرض و نیز فرض دیگری از این قرار که سرعت سیر افلاک دارای همان نسبتی است که بین اصوات موزون وجود دارد، اینان چنین میپندارند که از حرکت مجموع افلاک آهنگی موزون تولید میشود. و اما در این باب که چرا این آهنگ به گوش بشر نمیرسد، چنین میگویند که انسان از هنگام تولد این صدا را دائما میشنود، ولی چون در مقابل آن سکوتی وجود ندارد متوجه صدا نمیگردد، زیرا درک صدا جز وسیله مقایسه با سکوت ممکن نیست. و بالعکس، به عبارت دیگر از این حیث مسئله انسان مسئله مسگری است که در نتیجه عادت صدای محیط خود را نمی شنود. ارسطو خود با این نظر مخالف است. ادامه. و خود دوک روی زانوی جبر می چرخید. در بالای هر یک از دایره های موجود خوشاوازی نصف پرنده و نصف زن نشسته بودند که با آن دایره می چرخیدند. از هر یک از آنها صدای مخصوص، یعنی آهنگی یک رواق شنیده می شد، به طوری که مجموع آن هشت صدا یک آواز واحد و موزونی را تشکیل می‌داد. سه زن دیگر هم که الهه تقدیر و دختران جبر بودند و جامعه سفید دربر و تاج گل دور سر داشتند، در یک دایره به فواصل مساوی هر یک روی تختی نشسته بودند. نام آنها لاک، زیس و کلوتو و آتروپوس بود. زیر نویس دارید اینجا. یونانیان عقیده داشتند که هنگامی که هر فردی به دنیا می آید، یک روح مجرد پرانتز باز ژنی یا همزاد پرانتز بسته از جانب خدایان مأمور مراقبت احوال او می شود که همیشه همراه او باشد و نگذارد که وی سر سوزنی از سرنوشت خود انحراف جوید. بنابراین همزاد در واقع سرنوشت مجسم است. هر یک از آنان به همراهی آن موجودهای خوش آواز نغمه می سرود، یعنی لاکزیس وصف گذشته و کلوتو وصف حال و آتروپوس وصف آینده را با آواز می گفت. به علاوه کلوتو با دست راستش گاه به گاه دایره خارجی دوک را به حرکت می آورد. آتروپوس هم به همین طریق با دست چپ دایره های داخلی را حرکت می داد و لاکزیس گاه با یک دست و گاه با دست دیگر به نوبت دایره های داخلی و خارجی را به جنبش می آورد. اما مسافرین ناگزیر بودند از اینکه به محض ورود نزد لاکسیس بروند. اول یکی از مفسرین رازهای مقدس پیش آمد و آنها را در یک صف مرتب کرد. سپس از روی زانوی لاکسیس قرعه ها و نمونه هایی از طرز زندگی برداشت و بر بالای سکوی ایستاد و چنین گفت: به نام دوشیزه باکره لاکزیس، دختر جبر، با شما سخن میگویم. ای جهانهای ناپایدار،
شما زندگانی نوینی آغاز می کنید و به جهان فانی باز می گردید و بنابراین بر آن نیست که همزاد شما شما را به قرعه انتخاب کند، بلکه شما اید که هر یک همزاد خود را انتخاب خواهید نمود. در اینجا زیر نویس داریم. یونانیان عقیده داشتند که هنگامی که هر فردی به دنیا می آید، یک روح مجرد پرانتز باز ژنی یا همزاد پرانتز بسته از جانب خدایان مأمور مراقبت احوال او می شود که همیشه همراه او باشد و نگذارد که وی سر سوزنی از سرنوشت خود انحراف جوید. بنابراین همزاد در واقع سرنوشت مجسم است. ادامه. نخستین کس از میان شما که قرعه به نام او اصابت کند، پیش از دیگران زندگانی تقدیری و جبری خود را انتخاب خواهد کرد. پرهیزکاری نصیب شخص معینی نخواهد بود، بلکه هر کس بر حسب آنکه از این صفت استقبال یا اعراض کند، از آن کم یا بیش بهره خواهد داشت. مسئولیت با خدا نیست، بلکه هر کس مسئول انتخاب خیش است. در اینجا زیر نویس داره. در قرن اول میلادی مخالفین جبر غالبا به این عبارت استناد می نمودند. در تیبر مجسمه ای از افلاطون از همان زمان پیدا شده که این عبارت روی آن کنده است. ادامه. مفسر پس از ادای این کلمات قرعه ها را در میان حاضرین انداخت و هر یک قرعه ای را که پیش پایش افتاده بود برداشت، به جز آر که اجازه شرکت در این کار را نداشت. آنگاه هر یک از ارواح نوبت خود را از حیث تقدم و تأخر دریافت. سپس همان مفسر نمونه های طرز زندگانی را پیش حاضرین روی زمین گذاشت که شماره آن از شماره ارواح حاضر به مراتب بیشتر بود. از هر گونه زندگانی، چه حیوانی چه انسانی، نمونه‌ای در آنجا بود. از جمله نمونه‌هایی از زندگانی حکمرانان ستمکار بود، جان‌هایی که در همه دوره زندگانی خود تا فرا رسیدن مرگ ظلم می‌کنند، جان‌هایی که ستمگری را به آخر نرسانیده سرانجام دچار فقر و نفی بلد و گدایی می‌شوند. همچنین نمونه‌هایی از زندگانی مردان نامی هم بود که خواه به علت زیبایی اندام و صورت، خواه به علت نیرومندی و زور، خواه به علت نجابت خانوادگی و صفات برجسته نیاکانشان کسب شهرت می نمایند. نیز طرز زندگانی مردانی که به علت محرومیت از این صفات گمنام هستند و همچنین انواع زندگانی های زنان در میان آنها یافت می شد، ولیکن صفات روحی ثابتی تعیین نشده بود، زیرا هر یک از ارواح بر حسب زندگانی نوینی که انتخاب می کند ناگزیر از تغییر است. کیفیات دیگری هم که در زندگانی انسان عارض می شود به صورت مخلوط آمیخته به ثروت و فقر و بیماری و تندرستی یافت می شد و همچنین واسطه میان دو حد افراط و تفریط نیز وجود داشت. حال ای گلاکون عزیز، ظاهرا آن لحظه پرخطر برای انسان همین است و درست به همین علت است که هر یک از ما باید علوم دیگر را کنار گذاشته و کوشش خیش را صرف جستجو و کسب این علم بنماید تا از آن راه شاید به همت خود یا به تأیید راهنمایی که پیدا خواهد کرد لایق آن گردد که نیک و بد را تمیز داده و در همه احوال و همه جا تا حدی که برای وی امکان پذیر باشد در زندگانی خود وجه احسن را انتخاب کند. یعنی انسان باید کیفیاتی را که بیان کردیم بسنجد و ملاحظه کند که آنها چه مجتمعن، چه منفردن، چه تأثیری در تهذیب نفس میتواند داشت. و مثلا ترکیب زیبایی با فقر یا ثروت یا حالات روحی معینی چه اثر نیک یا بدی به بار خواهد آورد و نیز از اختلاط عواملی مانند شهرت یا گمنامی خانواده، گوشه نشینی یا تصدی مشاغل اجتماعی، نیرومندی یا ناتوانی، تیزهوشی یا کودنی و همه این گونه صفات خواه طبیعی باشد خواه اکتسابی چه عواقبی میتوان انتظار داشت. آنگاه اگر انسان عواقب این حالات را بسنجد و ماهیت روح را هم از نظر دور ندارد، قادر خواهد بود که از زندگانی بد و خوب یکی را انتخاب کند. البته زندگانی بد آن است که نفس انسانی را به طرف ظلم سوق دهد و زندگانی خوب آن است که نفس را به طرف عدل راهنمایی کند.
از این که بگذریم، دیگر هیچ چیز لایق توجه نیست، چون چنان که دیدیم چه برای این زندگانی و چه برای دوره پس از مرگ بهترین انتخابی که میتوان کرد همین است. و آنگاه هم که انسان رهسوار جهان مردگان میگردد، باید این عقیده را در درون خود چنان محکم سازد که گویی از فولاد است، تا در آنجا هم فریفته ثروت و مفاسد دیگر از این قبیل نشود و نقش ستمگری و نظائر آن را نصیب خیش نسازد، زیرا این اعمال صدمات بیشمار و بیدرمانی به دیگران وارد می آورد و برای خود شخص هم آثار آن وخیمتر است. انسان باید همیشه از بین حالات ممکنه حالت میانه روی را برگزیند و تا حدی که ممکن است در این زندگی و همچنین در زندگی های بعدی از دو حد افراط و تفریط پرهیز کند، زیرا سعادت انسان موکول به همین شرط است. به طوری که قاصد جهان مردگان می گفت، مفسر هنگامی که قرعه را روی زمین می انداخت این کلمات را هم علاوه می نمود: حتی آخرین کسی هم که فرصت انتخاب پیدا کند می تواند زندگانی شایسته و برازنده نصیب خیش سازد، به شرط آنکه به حکم عقل انتخاب کند و مراقب زندگانی خود باشد. پس آنکه اول است نباید غفلت کند و آنکه آخر است نباید یأس به خود راه دهد. آر نقل می کرد که به محض اینکه مفسر این کلمات را ادا کرد، آن کسی که قرعه اول به نام او اصابت کرده بود پیش آمد و قسمت خود را انتخاب کرد و آن حد اعلای ستمگری بود که وی از نادانی و حرص آن را بدون سنجیدن عواقب کار خود برداشت و درک ننمود که با این عمل خود را محکوم به بلعیدن کودکان خیش و ارتکاب جنایات موحش دیگر نموده است. اما آنگاه که با فراغت خاطر درباره قسمت خیش فکر کرد، بر سینه خود کوفت و از این انتخابی که کرده بود زاری آغاز نمود. وی به جای آنکه اندرزهای مفسر را به یاد آورد و بر خیشتن خرده گیرد، زمان به شکوه از دست بخت بد و خدایان و همه چیز دیگر به جز نفس خود گشود. اما این شخص از کسانی بود که از آسمان آمده و سابقا در کشوری آراسته و منظم زندگی کرده بود، ولی کن درستگاری را به عادت آموخته بود نه به حکمت. بر روی همین میتوان گفت که در میان جانهایی که بدین ترتیب غافلگیر میشدند، شماره آنهایی که از آسمان آمده بودند کم نبود و آن از این جهت بود که اینان رنج ندیده بودند که بدین وسیله تأدیب شده باشند. و حالان که اکثر آنهایی که از زمین آمده بودند، چون هم خود رنج کشیده و هم شاهد رنج دیگران بودند، برعکس در انتخاب خیش شتاب زدگی به خرج نمی دادند. به این جهت و نیز بر اثر تصادفات بخت آزمایی بیشتر ارواح، سرنوشت بد خود را تبدیل به سرنوشت نیکو می نمودند و بالعکس. باری در حقیقت اگر انسان هر بار که به این دنیا می آید تحصیل حکمت را عاقلانه پیش خود سازد و اگر به دستیاری تقدیر نوبت انتخاب وی دیر نرسد، آنگاه به موجب آنچه از دنیای بعد تعریف می کنند، وی نه تنها خواهد توانست که در این دنیا به خوشی زیست کند، بلکه مسافرت بین این عالم و عالم بعد و همچنین بازگشت به این جهان را هم از راه هموار آسمان انجام خواهد داد، نه از جاده ناهموار زیر زمین. به طوری که آر نقل می کرد، این کار که جانها چگونه هر یک به طرز زندگی خود را انتخاب می کردند بسیار دیدنی بود، چنان که هیچ منظری از این رقتنگیستر و مسکتر و عجیبتر نمی توان تصور کرد. در واقع اکثر آنها فقط به راهنمایی عاداتی که در زندگانی های پیشین کسب کرده بودند انتخاب می کردند. وی مشاهده کرد که چگونه روحی که قبلا در قالب عرفه جای داشت، زندگانی قوی را انتخاب کرد، زیرا از آنجایی که به دست جنس زن کشته شده و از آن جنس متنفر بود، نمیخواست که از شکم زنی به دنیا آید. در اینجا زیر نویس داره: عرفه به دست منادها یا زن پرستان قطعه قطعه شد. ادامه: و نیز مشاهده کرد که روح تامیراس زندگانی یک بلبل را انتخاب نمود. در اینجا با زیر نویس داره: تامیراس آوازخوانی بود که چون خدایان هنرهای زیبا را به مبارزه طلبید، هم قوه بینایی و هم آواز خوش از او سلب شد. همچنین قوی را دید که زندگی آدمیزاد را انتخاب کرد و حیوانات خوشاواز دیگر هم همین کار را کردند. روحی که به حکم قرعه 20 نوبت انتخاب را داشت، زندگانی شیری را انتخاب کرد و آن روح آژاکس پسر تالامون بود که قضاوت موضوع اسلحه را به یاد داشت و نمی‌خواست به قالب آدمی بازگشت کند. در اینجا زیرنویس داره: پس از مرگ آشیل،
آژاکس و اودیسه بر سر اسلحه وی مبارزه کردند و سرانجام آژاکس شکست خورد و خود را کشت. ادامه. پس از آن روح آگاممنون بود که وی نیز در نتیجه رنج‌های گذشته از آدمیزاد بیزار بود و به این جهت به صورت عقابی در آمد. در اینجا زیرنویس داره آگاممنون فاتح جنگ تروا بود که وقتی به وطن خود بازگشت به دست زنش کشته شد. ادامه. روح آتالانت که به حکم قرعه نوبت او در وسط نوبت سایرین بود وقتی افتخاراتی را که نصیب ورزشکاران می شود مشاهده کرد دیگر یارای پیش رفتن نداشت و همانها را انتخاب کرد. باز در اینجا زیر نویس داره آتالانت هر کس را که از او خواستگاری می کرد دعوت به مسابقه دو می نمود و اگر شکست می خورد او را می کشت. سرانجام یکی از خواستگاران به حیله بر او غلبه کرد به این معنی که سه سیب طلا به زمین انداخت و آتالانت به خاطر برداشتن سیب ها از او عقب افتاد. ادامه. بعد از آن روح اپئوس پسر پانویه بود که در قالب زنی رنجبر در آمد. باز در اینجا زیر نویس داره اپئوس سازنده اسب چوبی معروف بود که سران لشکر یونان به وسیله آن وارد شهر تروا شدند. همچنین از دور در صفهای آخر روح تریسیت دلقک مشاهده شد که قالب میمونی را اختیار نمود. بالاخره روح اولیس که به حکم تقدیر نوبت او آخر از همه بود پیش آمد تا حسه خود را انتخاب کند و چون خاطره رنجهای گذشته حس جاه طلبی را از او سلب کرده بود مدتی جستجو کرد تا زندگی آرام یک فرد عادی را پیدا کند. این تجسس خالی از اشکال نبود اما بالاخره وی حسه مطلوب خود را در گوشه پیدا کرد که دیگران به آن توجه ننموده بودند و آن را به محض دیدن برداشت و گفت حتی اگر اولین قرعه به نام من اصابت کرده بود باز هم همین حسه را انتخاب می کردم. حال حیوانات هم از همین قرار بود، یعنی به قالب انسان یا سایر حیوانات در می آمدن. آنهایی که ظالم بودند در قالب وحوش حلول می کردند و آنهایی که عادل بودند به صورت نوعی از حیوانات بی آزار در می آمدن و همه گونه ترکیب هم یافت می شد. اما آنگاه که ارواح قسمت خود را انتخاب کردند همه به همان ترتیب قرعه کشی نزد لاکسیس رفتند و وی به هر یک از آنها همزادی را که اختیار کرده بود تسلیم نمود تا در زندگانی حافظ او بوده و او را وادار به انجام سرنوشت انتخابی خود بنماید. هر یک از همزادها روح را اول نزد کلوتو می برد و آن را از زیر دست آن الهه تقدیر و دوکی که به دست او حرکت می کرد عبور می داد و به این ترتیب تقدیر را که وی پس از قرعه کشی اختیار کرده بود تایید می نمود و روح را پس از تماس با دوک به کارگاه آتروپوس می برد تا نخی که کلوتو تابیده بود غیر قابل تغییر سازد. سپس روح بی آنکه راه بازگشت داشته باشد خود را تا زیر تخت جبر می رساند و بعد از طرف دیگر تخت بیرون می آمد. باری پس از آنکه ارواح همه این مراحل را پیمودند متفقاً به جلگه فراموشی رفتند که در آن نه درخت وجود داشت نه گیاه و گرمایی سوزان و موهش بر آن مستولی بود. وقتی که شب فرا رسید آنها در کنار رود بیخبری که آب آن در هیچ ظرفی نمی گنجید منزل کردند و همه به ناچار مقداری از آن آشامیدند، ولی آنهایی که شرط هضم را رعایت ننمودند بیش از اندازه از آن نوشیدند و هر کس از این آب می نوشید همه چیز را فراموش می کرد. باری ارواح پس از آن به خواب رفتند اما نیمه شب رعد و زلزله‌ای برخاست و ناگهان ارواح را از جاهای خود بیرون افکند و بعضی را از یک سو و بعضی را از سوی دیگر مانند شهاب ثاقب به طرف عالم بالا پرتاب کرد که در آنجا دوباره متولد شوند. و اما آر از نوشیدن آن آب ممنوع بود، ولی با آن حال به یاد نداشت که روح او در کجا و به چه طریق دوباره به جسم خود بازگشت. همینقدر هنگام سپیددم چشم خود را باز کرد و خود را روی تل هیزم یافت. باری ای گلاکون، بدین طریق این افسانه از فراموشی محفوظ ماند و مفقود نگردید و اگر ما آن را به یاد داشته باشیم میتوانیم خود نیز محفوظ بمانیم. آنگاه از رود فراموشی به سلامت خواهیم گذشت و روح خود را آلوده نه
نخواهیم ساخت. پس اگر سخن مرا گوش کنی و باور داشته باشی که روح باقی است و استعداد همه نوع نیکی و بدی را دارد، خواهیم توانست همواره راه صعودی را طی کنیم و در همه احوال عدل و حکمت را به کار بندیم. در آن صورت همیشه هم با نفس خیش هم با خدایان در صلح و صفا خواهیم بود، نه تنها مادام که در این جهان هستیم، بلکه آنگاه هم که پاداش عدالت را به دست آورده و مانند ورزشکارانی که در مسابقه توفیق یافته و جوایز خود را می ستانند اجر خود را دریافت کرده باشیم. بدین طریق هم در این دنیا و هم در سفر هزار ساله‌ای که توصیف نمودیم سعادتمند خواهیم بود. پایان. صفحه 605، پایان کتاب دهم و پایان کتاب جمهور، اثر افلاطون، ترجمه فؤاد روحانی.